با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در ادامه میزگردهایی که در مورد آلترناتیو مورد نظر چپ برای شما ترتیب دادیم، این بار هم اومدیم سراغ سه رفیق از فعالین و تحلیلگران چپ ایران، رفقا تغییر روزبه، مجید دارابیگی و بهروز فراهد. موضوعی که ما امروز روش تمرکز داریم بحث چگونگیه، یعنی فرض میگیریم که جمهوری اسلامی با این مجموعه بحرانهای سیاسی اجتماعی اقتصادی که وجود داره دوام نخواهد آورد و دیر یا زود سوخت و سوز، به قول معروف دیر یا زود داره اما سوخت و سوز نداره. مجموع بحران هایی است که مردم از طریق مبارزه در چارچوب همین سیستم رژیم اسلامی و فراتر از اون همین نظام سرمایه‌داری نمیتونن به بسیاری از خواستهاشون دست پیدا کنن. برخی از مطالباتشون از طریق نه استغاثه بلکه از طریق استقامت ممکنه در سایه مبارزه در چارچوب همین رژیم به دست بیاد. مثلا فرض بگیرید مثلا زنان بتونن روزی تحمیل کنن حضور خودشون رو در ورزشگاه، ولی بسیاری از خواستها و مطالبات از جنس به اصطلاح خواستهای باواسطه است، یعنی بدون عبور از جمهوری اسلامی و فراتر از اون بدون عبور از سرمایه‌داری نمیشه بهش دست داد. حالا اگر ما که خب طرفدار نه جنگ هستیم، نه تحریم، نه کودتا، از انقلاب اجتماعی دفاع میکنیم، فرض بگیریم که جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب یا مجموعی از خیزش ها و جنبش های مردمی، کارگری، اجتماعی سرنگون بشه، اون وقت تکلیف تأسیس نظام آینده چی میشه؟ یعنی تمرکز بحث ما اینه، چگونگی تأسیس نظام آینده، تدوین قانون اساسی آینده از طریق مجلس مؤسسان یا از طریق کنگره شوراها یا هر دیدگاه سومی که اگر مد نظر شما هست. ولی من بررسی که کردم موازی نیروهای سیاسی مختلف، چه احزاب چه فعالین سیاسی منفرد، معمولا عمده پاسخهایی که میدن تو این دوتا کاتاگوری. هیچ کس ظاهرا در این لحظه نمیگه که حزب فقط حزب الله، حزب فقط حزب من، من اگه به قدرت برسم فقط من هستم، از همون روز اول سرکوب رو شروع میکنم. همه، حتی خمینی هم وقتی قبل از انقلاب پای درخت سیب بود میگفت من جمهوری میخوام مثل همه جمهوری فرانسه. بعد هیچ کس صحبت از استبداد نمیکنه، همه دارن قول میدن انتخابات آزاد خواهد بود، یکی صحبت از رفراندوم میکنه، یکی صحبت از مجلس مؤسسان میکنه، یکی صحبت از به اصطلاح حق رأی عمومی در سیستم شورایی میکنه. هیچ کس قرار نیست ظاهرا یک نظام استبدادی برپا بکنه، میخوان به اصطلاح از طریق رجوع به آرای عمومی، رجوع به حق رأی عمومی و انتخابات آزاد یا اشکال دموکراتیکی دیگر نظام آینده جایگزین جمهوری اسلامی و قانون اساسی اون رو حل و فصل کنه. خب سوال اینه، وقتی که در هر انقلابی ابتدا به ساکن چیزی تأسیس نمیشه، چیزی تسخیر میشه. یعنی شما انقلابات قرن 20 حتی 21 هم نگاه بکنید، یا مثلا احزابی بودن مثل انقلاب ویتنام، انقلاب چین، انقلاب اکتبر روسیه، رهبری کردن، اومدن قدرت رو گرفتن و حالا انتخابات برگزار کردن. یا جبهه هایی بودن مثل مثلا جبهه ساندینستا در نیکاراگوئه، درست؟ و مثلا فرض دیگه جبهه فاراموندا مارتی و انواع اقسام جا کنگره ملی آفریقا، اینا وجود جبهه بود. یا جنبش هایی بودن، یعنی اونجا جنبش های مردمی بودن، رهبری نداشتن مثل خیلی از جنبش های مربوط به انقلابات عربی، مثل تونس، غیره، تونستن رژیم وقت رو سرنگون بکنن، اما بعد که انتخابات برگزار شد اون حزب یا نیرویی که متشکل تر از همه بود اومده مثلا بیشترین آرا رو به دست، مثل مثلا اخوان مسلمین در مصر یا مثلا تو انتخابات اول یا النهضه مثلا تو تونس و غیره و زالت. یعنی بلافاصله چیزی تأسیس نمیشه بلکه چیزی قدرت تسخیر میشه، منتها یک شبه که با یه سوت بلبلی که نمیشه کنگره شورا برپا کرد نه مجلس مؤسسان برپا کرد. یک دوری انتقالی هست، باید فرصت داده بشه که ملت، مردم بیان
احزاب، نیروها سیاسی، تشکلها، گرایشات فکری مختلف و گفتمان خودشون رو، بدیل خودشون رو با مردم در میان بذارن. اون وقت تو این مقطع مطرح میشه که خب اگر فرض بگیریم اون نیروی که سر کار اومده مثل جمهوری اسلامی بلافاصله سرکوب رو شروع نکنه، اون وقت مثلا قول میده که مثلا نوعی دموکراسی رو، حالا میتونه از نوع دموکراسی لیبرالی باشه، دموکراسی شورایی باشه یا هر نوع دموکراسی دیگری رو باشه، به مردم وعده میده باید بیاد نظام رو به قول خودش تأسیس بکنه که در محور اون قانون اساسی هست و اونجا باید بیان تعیین تکلیف بکنن این نیروهای طبقاتی مختلف، جنبش‌های چی مختلف. حالا ما بخوایم این مسئله رو بهش بپردازیم، سایر اجزای آلترناتیو مورد نظر ما، جزئیات اقتصادیش این برای اون برش، اینا مد نظر نیست. نحوه تأسیس نظام و مسئله حق رأی عمومی، جایگاه حق رأی عمومی و مسئله به اصطلاح این دو بدیل عمده‌ای که مطرح هست الان، یا اگر بدیل سومی مد نظر شما هست، مجلس مؤسسان یا کنگره شورا. خب رفیق تقی روز، به من از شما شروع میکنم، دیدگاه شما را در رابطه با این مسئله میشنویم. بسیار خوب. واقعیت اینه که چپ نباید به این شکل باش برخورد بشه که خب دیگران هستن بوزبازی لیبرال و رژیم و نمیدونم گرایش های مختلف. و چپ دایه رهبری داره، یعنی یک دنیای دیگه رو میخواد سامان بده. در نتیجه وقتی نگاه میکنه مسئله بر مبنای مشق برداری و الگو برداری از سیستم های موجود عمل نمیکنه، که حالا اینا رو برداریم یه پوتی کبریته، اینو بذاریم، اینو برداریم، اونو بذاریم، خود این اصلا محل مناقشه است برای این چپ. چون چپی داریم که در اون سیستمی هست، نمکگیر شده در چارچوب سیستم ها و نورم های اون عمل کرده، تاریخچه در پیش ما هست، محصول بیلانش هم هست، در این حال که ادعای رهایی داشته و به حق چپ به هر حال با این شناسایی میشه، ولی اون چیزی که عمل کرد داشته همین بوده، اومده مثلا یک زائده بر زائده های دیگه، نوع دیگه از این زائده ها را، ولی همه اینا یک مجموعه هستن از نظر من، فرق اساسی نمی کنن. ولی چپ در اون سیستمی که داره این آرایش میتونه باشه، بله این بحث ها میتونه باشه، ولی چپ معطوف به اجتماع نه به قدرت، چون قدرت چیزی جدا از جامعه منتزع شده و حکمران، همونطور که می‌دونیم ابزار سرکوب طبقاتی. ماشین دولتی هم که برقرار میشه اصلا ماهیتش اینه. چپ اجتماعی اساسا نمیتونه با دولت سازش داشته باشه، چون اصلا هویتش با این که دولت باید پژمرده بشه، از بین بره، متولد شده و هست. این که در طول تاریخ این مسخ شده، الان تبدیل شده به یکی از داده‌های ثابت برنامه ای، این یه بحث دیگه هست، یعنی یه واقعیت دیگه هست. من به اصطلاح نقد دارم به این مسئله، یعنی این چپی که بخواد به اصطلاح همین سازوکارها رو خود مردمی خود کنه، تو همین چیزی هست. واقعیت اینه که باید در درجه اول از نقد تجربیات شروع کرد، یعنی اگر کسی بخواد گام جلو برداره واقعا از نظر علمی، اون چیزی که راستی آزمایی شده مبنای حرکته، نه فرضیات که هزاران فرضیه میشه در ذهن درست کرد و ساخت و پرداخت کرد. نقطه عظیمت واقعی بشر اینه. در این اساس ما تجربه به اصطلاح شوراها رو به اون معنایی که الان صحبتش داره میشه داشتیم، و همینطور مجلس مؤسسان و این نظام هم که موجود بودن، یعنی هر دو رو داشتیم. برای من برای همین دیدگاه ها نقد وارد کنم، با نقد اینها اول شروع میکنم، بعد در ادامه بحث ها نظر مثبتم خودم میگم تا اونجایی که میتونم. واقعیت اینه که این شوراهایی که الان مطرح شده، نظام شوراها در این بحث ها، در این اسناد، در این گفتگوها اشکال داره، یعنی میلنگه کارش، به خاطر اینه که از یه طرف تحت عنوان اینکه مشکلاتی بوده اکتبر و تجربیات گذشته و اینها
در واقع شوراها رو فراگیر میکنه و بازگشت بسیار حتی قبل از اونا میکنه. یعنی اونها اون کارهایی که باید میکرده نتونسته بکنن، یعنی به صورت قانون، به صورت که همه گیر بشه. خب اگر قرار بشه که شوراها به عنوان تشکل فراگیر و سراسری به وجود بیاد، وجود داشته باشه، این معنی اصطلاحی اینه که اولا حق اشکال تشکل ها از بین میره، حق آزادی همگانی از بین میره، به خاطر اینکه یه پیشفرضی، یک شکلی از اشکال سازماندهی که خودش مهمه که چرا اتخاذ میشه نوع خاصی و این تحمیل بشه بر جامعه و این گزینه گذاشته بشه، خودش پیشفرضش هم اینه که یک نظری باید اینو بر جامعه تحمیل کرده باشه، بگه این ظرف در این قالب، در حالی که حق آزادی کامل برای همگان از جمله حق اشکال تشکل ها، سازمان یابی هاست، نقض میکنه. بعد یه سلسله مراتب و هیرارشی عجیب غریبی رو به عنوان ساختاربندی واحد هاست لول ها ایجاد میکنه. یک دیوان سالاری عظیمی است که جامعه مدنی رو هم میبره، یعنی تجربه شده است و بدتر از اون، چون اونا نتونسته بودن فراگیر کنن و هیچ وقت هم شوراها فراگیر نمیشن. این که فکر کنیم این هم یک به اصطلاح یک اسطوره است، یک به اصطلاح جادوی واجب بکنیم شورا بشه یعنی سوسیالیستی، این چیز تضمین شده نیست، این شکله، محتوا مهمه. و ضمناً یه درکی آشفته هم از دموکراسی مشارکتی وجود داره، بعد اینها قبل از هر بعد اینا صحبت بشه. دموکراسی مشارکتی رفت صحبتشو میکنیم، معناش اصلا آشفته تر میشه، به معنی این هستش که اولا هرچه کمتر باید نمایندگی بشه، بعد مستقیم بشه، مشارکت به معنی اینه، یک در درجه اول، هرچه بیشتر، یعنی هرچه برگردیم به گذشته نمایندگی، این در واقع انقیادش بیشتره، قالب گیری در گذشته های بشر بیشتر هست به جایی که رو به آینده داشته باشه، بازگشت به گذشته. دومین مسئله اینه که اساساً سلسله مراتب عظیمی رو که ایجاد میکنه، خود حق آزادی بسیار همگانی رو نقض میکنه که وجود داشته باشه. یعنی ما در واقع مسئله رو صورت مسئله رو پاک میکنیم. اون وقتی میگیم مؤسسه یا شوراها، این به معنی این است که در جامعه مسئله وجود داره، مسئله ذهنی نیست که من بخوام حل کنم یه طرفه یا اون طرفه، یعنی نام که نه مسکوت گذاشتن از نظر تئوریه که مطرح کردن خودشون، نه به دلیل اینکه نمیتونستم، به خاطر اینکه واقعیت های جامعه اجازه نمیده و در نظر گرفته مجلس نمیتونم قدرت بشن، حتی قدرت عمومی. این از نقض غرضه که ما بعد از حادثه اینطوری فکر کنیم. پس بنابراین مسئله بر سر این است که این نگاه باعث میشه که ما در واقع نتونیم اشکال نوین شرط های بشر. مسئله اساسی دموکراسی اینه که دموکراسی باید مستقیم باشه، یعنی اصلا تاریخ این بوده و این هست و بورژوازی اینو سعی میکنه پنچر کنه، سعی میکنه غیر مستقیم کنه، اصلا تاریخ اینه. شما نگاه کنید روسو و پیلوینا رو که چگونه سعی کردن خطر دموکراسی رو که مردم باشن، مشارکت همه باشه، اینا رو اما در طول تاریخ نبرد بوده. حالا که چپ بخواد پیش رو باشه، بخواد در رأس نمایندگی قرار بگیره که نسبت مثلا فرض کنید مجلس حتی مؤسسان نمایندگیش بیشتر هست این مدل ها. چرا؟ برای اینکه در ساختارهای کوچک نماینده بر نماینده هیرارشی، در حالی که هر دو نمایندگی هم. هر دو نمایندگی هم دو رو ما بدیل که من ازش دفاع میکنم باش درگیر هست. یعنی اساسا بشر نباید زمام عقلش و امور عقلش، اگر رهایی صحبت میکنه چپ، بده به دست دیگران، باید حق تصمیم گیری که اصلا معنای شرف، انسانیت، کرامت، هر چیزی بذارید اینه که من حق به تصمیم گیری خودم داشته باشم. این که میگم فراخوان، اینا هم افسانه فراخوانه. قدرت وقتی تفویض شد روی کاغذ، هیچ دیکتاتوری، هیچ حکومت، هیچ دولت سالمه من فراخوان نمیدم. پس وقتی از شما از کسی منفک شد، اون دیگه تعیین صحنه میشه، شما خلیت هستید. اگه کسی خدا شد، دیگری بنده است، کارش نمیشه. این یک تعادل، یک موازنه، یک معادله است. پس بنابراین من یک نگاه بسیار کلی به اینها دارم. حالا در بحث‌های دیگه میتونم، چون زیادتر از این ممکنه خیلی بیشتر از مایل بودم نظر اثباتیتون رو بشنوم. یعنی شما الان هم به اصطلاح این دوتا، من به هر حال بررسی هایی که کردم در فضای سیاسی اپوزیسیون معمولا این دوتا رو مطرح میکنم،
شما دیدگاه سومی رو مطرح میکنید، یعنی معتقدید که هم مجلس مؤسسان هم کنگره شوراها نوعی ساختار نمایندگیه، شما از دموکراسی مستقیم و مشارکتی دفاع میکنید. حالا پرسش اینه که مثلا خب این رژیم سرنگون بشه، درست؟ شما که معتقد سرنگونی رژیم هست، درست؟ و معتقد نیستی که در چارچوب این رژیم میشه مردم به خواستهای خودشون دست بدن یا به بسیاری از خواستهای کلان خودشون دست بدن. خب این رژیم سرنگون بشه، برای اینکه شیرازی جامعه مدنی از هم گسیخته نشه، قانون اساسی یک سری تصمیماتی به قول معروف راستای ساخت فرماسیون اجتماعی اقتصادی چه خواهد بود، تصمیم گیری های کلان مثلا نحوه اداری جامعه چه خواهد بود، باید بگیرن دیگه. یه قانون اساسی مثلا احتیاج، مگر اینکه شما بگید با قانون اساسی هم مثلا مخالفی، اون قانون اساسی چجوری تدوین میشه؟ یعنی عمل تاسیس نظام نوین، سیستم نوین، حتی اسمش رو بذار اصلا نه دولت، ولی این به چه ترتیب، مکانیزمش چیه؟ من این پاسخ رو نگرفتم. اگر به اصطلاح میخواهید دور دوم پاسخ بدید، اگه میتونید دقیقه دو دقیقه بگید، بعد دور دوم مفصل تر بشه. خاطر طولانی نشه بگم دور دوم. نه، من به خاطر اینکه سوال اساسی این بود، همه دارن پاسخ میدن، درست؟ هیچ کس نمیگه استبداد برپا میکنم. همه میگن آقا جان جمهوری اسلامی بره. حالا یکی میگه رفراندوم برگزار میکنیم، یکی میگه مجلس مؤسسان، یکی میگه مثلا شوراها میان کنگره تشکیل میدن، اونجا قانون اساسی مبتنی بر حق رای چطور میگم. بعد از تو ببین، من نوشته های خودم در بحث های قبلی از پارادایم دولت های طراز نوین منفی به عنوان یک ابداع مثل نوع سیاست که به جهان دیگر نگاه داره صحبت کردم. این به معنی این استش که اساسا چپ با تضعیف و پژمرده کردن دولت شناخته شده و با سرنگونی این اصلا پروژهش این بوده. دعواهایی هم که در گذشته بوده این که حالا شتابش کی باشه، بعدا چپ تغییر مسخ ماهیت پیدا کرده. این چپی که صحبت شده میکنی، نه چپ هایی که به حال جریان دیگه هستن، این یه واقعیتی است که اتفاق افتاده. الان مسئله بر سر اینه که ما مثلا دولت های گذار به این شکل وسیله نیروی پادقدرت، نه در قدرت صحیح بشیم که جزء مهندسی نظام طبقاتی است، نظام هرمی است. خود این قدرت اساسا بخشی از همین نظام هرمی است و نمیتونه جدا باشه. چپ خودشو با این تعریف نمیکنه، ولی البته خودشو واقع گرا خیلی میشه که تا حالا خیلی‌ها شدن چپا، خب میرن تو اون سیستم تعریف میکنه. من میدونم اینو، ولی ما این تجربه رو کردیم و چپ دیدیم که جوری مسخ شده. حالا چپ اونا همه شکست خوردن، حالا میخوان یک بار دیگه تجربه کنم بکنم. ولی مسئله بر سر این است که ما سعی میکنیم دولت‌های گذار از نوع همین صحبت که تازه مطرح شد، هر فرمولاسیونی که بگیم، اینو در جامعه که اتفاق میفته وسیله جامعه طوری که ما شکل بدیم. خب جنبش ها که اتفاق میفتن حتما بدون، مثلا سودان شما نگاه کنید، یه جنبشی در چه آفریقایی چگونه داره مثلا شکل میده، از پایین وقتی جنبش ها میاد چگونه مثلا نیروها سازگارها شکل میدن. خیلی نباید اونجاها رو ما نگران باشیم، مهم اینه که جنبش ها و مطالبات رو بیان بکنن. مسئله بر سر اینه که ما یه چنین دولت های طراز نوین منفی با فشار از بیرون به سیستم ها از یک طرف و بعد فعالیت در جامعه، در متن جامعه، یعنی شما مناسبات بدیل نداشته باشید. بدیل در درجه اول مناسبات در جامعه هم اقتصاد رو میگیرید. شما فکر کنید که تا الان فکر بوده که بدون مناسبات اقتصادی بدیل در ذهنان جامعه سرمایه داری، همونطور که در تاریخ اتفاق افتاده، میشه پرش کرد، پرش های به دنیای اون وقت و بعد سرمایه داری هم دور زد. یه چنین چیزی دانستی و متافیزیکی هست و شکست خوردم هست و در حالی که در دل جامعه و ذهنانش هم بدیل های متقابل داری، زندگی های دیگه کاملا مناسبات دیگه وجود داره به قوه و مشت الان مخصوصا شرایط گندیدی سرمایه داری جهانی شدن سرمایه، این شرایط خود آماده شده عرصه دیگه است. یعنی ما دو بازو داریم، یکی در عرصه بطن جامعه خودمون، جامعه بشری، جامعه که اونجا مناسبات بدیل در تمام حوزه ها شکل میگیره، از خود بدیل ها بگی تقریبا، یکی تحمیل دولت گذار که شکست خورد در واقع اون نوع اشباع از طریق شرکت در قدرت و ساختار دولت شکست خورده. رفیق
دادن. رفیق روزی عزیز، خب باز من الان بعد دور دوم باز میتونیم من این سوال مشخص دوست دارم. مکانیزم این که این دولت مثلا نه دولت اسمش هست منفیه، من نمیدونم اسمی که میخواید روش بذارید، مکانیزم تصمیم گیری به ویژه تصمیم گیری های کلان، شما یه جا مثلا تو میتونید یه روستا مثلا یه کمون، یه شورا، یه مجمع عمومی تشکیل بدید، یک سری تصمیمات رو اونجا بگیرید، ولی یک سری تصمیمات شما در مقیاس کلان مثلا در رابطه با سیاست خارجی، سیاست من نمیدونم نظام، در رابطه با جهتگیری های کلان اقتصادی، مکانیزم تصمیم گیری اونجا چجوری هست، توسط چه ارگان های صورت میگیره؟ مثلا در نظام سرمایه‌داری لیبرال مشخص میگه مجلس سنا داریم، پارلمان داریم، من نمیدونم این داریم اون داریم، اونجوری ما تصمیم میگیریم. یه سری کمونیست ها مثلا میگن که چی، شوراهای مرد کار داریم، محیط زندگی داریم، کنگره عالی شوراها فلان، اون میاد این تصمیم کلام. حالا معلومه برمیگردم به رفیق مجید دارابگی، از اونجایی که من گفتم پنج شش، ولی شما رفیق مجید شما میتونید به اندازه رفیق روزبه صحبت کنید، دیدگاه شما رو میشنویم. فرض بگیرید رژیم سرنگون شد، انقلاب شد، رژیم سرنگون شد، میخوایم برای اینکه ملوک التفایفی نشه، هر کس هر جایی رو نگیره، بکش بکش را نیفته، شیرازی جامعه مدنی از هم گسیخته نشه، میخواد عمل تأسیس نظام نوین و قانون اساسی جدید، این مکانیزم رفتن به این سو از دید شما چیه؟ نخست با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و با درود به هر دو رفیقی که در این بحث شرکت دارن. نخست این که باید بگم ما فعلا بر مبنای یک ذهنیت صحبت میکنیم، همینجور که خود شما در مقدمه گفتید، اصل بر این است که جمهوری اسلامی با یک انقلاب سیاسی سرنگون بشه و تلاش کنیم چارچوبی را برای جانشینی این حکومت تعیین کنیم. اما این یک ذهنیته، ممکنه اینجور نشه. چرنسکی کتاب جالبی داره به نام چبایتکر، میگن لنین عنوان چبایتکر را هم از همین چرنسکی گرفته. چرنسکی وقتی که داستان را شرح میده، قهرمان داستان را بر سر یه دوراهی میبره، آدم فکر میکنه حتما یکی را انتخاب میکنه، اما بعد میگه خواننده این قهرمان ما چه کار میکنه، این یا اون؟ بعد خودش پاسخ میگه نه این نه اون، راه دیگری را میگه. اصل قضیه این است، چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است صور مختلفی داشته باشه. ما مشاهده کردیم پس از 48 سال دیکتاتوری سالازار در پرتغال، افسران انقلابی اومدن قانون اساسی جمهوری پرتغال را نوشتن. این قانون را ما در کردیم قانون مناسبی بود در اون چاپ شد. همه جا میبینیم که در کشورهای دیگر با یک رفرمایی، ما اصلا نفهمیدیم مثلا قانون اساسی کوبا یا نیکاراگوا را چگونه تعیین کردن، نه اومدن مؤسسان خراب کنن، نه اومدن شوراها را درست کنن. ما هم در آینده نمیدونیم اولش چه میشه، ولی فرض را بر این میذاریم که جمهوری اسلامی در یک طوفان توده‌ای با یک انقلاب توده‌ای سرنگون میشه. در این صورت من از حق رأی عمومی دفاع میکنم. یعنی چی؟ یک بایستی پذیرو که فرد فردی مردم، همه شهروندان کشور در تعیین سرنوشت خودشون نقش دارن. خب برای اینکه این جریان نقش داشته باشن، میبایستی شرایطی فراهم بشه هر کدام بتونه به سهم خود در تعیین سرنوشت کشور ایفای نقش کنن. این ایفای نقش با رأی مستقیم شهروندان میتونه کسب بشه. یک نکته خیلی مهمه که ما بهش توجه کنیم، اون ارزیابی که در قرن 19 مارکس از جامعه طبقاتی کرد و جامعه چشم‌انداز این بود به دو طبقه اکثریت پرولتاریا و اقلیت سرمایه‌دار تقسیم میشه، در قرن 21 جامعه تنوع زیاد پیدا کرد. امروز وقتی که ما میگیم چپ، بیگمان چپ فقط کمونیست‌ها نیست و
اگر نبایستی بگیم سوسیالیستا، کمونیستا، اما هوادار محیط زیست را هم ما چپ میدونیم. جریان های میانی جامعه مثل آموزگاران هم چپ میدونیم. در نتیجه وقتی که ما از یک چپ عمومی صحبت میکنیم، این چپ عمومی باید نقش داشته باشه در تعیین سرنوشت خودش. این تعیین سرنوشت میتونه متجلی بشه در مجلس مؤسسانی که تمام شهروندان کشور را نمایندگی میکنند. وقتی که ما میگیم نه دولت، بایستی توجه داشته باشیم، بگیم انقلاب سوسیالیستی در کشور نمیشه. اگر به این بیان خودمون باور داریم که انقلاب سوسیالیستی در یک کشور نمیتونه موفق باشه و ما از دولت بزرگ صحبت کنیم، در نتیجه دولت بزرگ دولته، دولت بزرگ نه دولت نیست، نه دولت اونجاییست که ما دیده باشیم قدرت دست طبقه کارگر افتاده. طبقه کارگر میتونه کلیه مناسبات طبقاتی را حذف کنه. طبقه کارگر تونسته باشه نقش استثمار را از جامعه برداره. حداقل هر کس به اندازه کارش و هر کس به اندازه نیازش به اون پرداخت کرده باشه، اون وقت میتونه حرکت کنه به سوی دولت. اما مادام که جامعه طبقاتش در جاشه و طبقاتی در جامعه بقا دارن مثل لایه های میانی جامعه، مثل دهقانان، مثل بازنشستگان، مثل دانشجویان، مثل آموزگاران، پرستاران، ورزشکاران، موزیسین ها، همیشه میشه ردیف کرد هنرمندان. خب تکلیف با اینا چیه؟ الان امروز نگاه میکنیم در جهان ورزش حرفه‌ای پیدا شده، هنر حرفه‌ای پیدا شده. اینها در جامعه موانعی هستند برای اون ندولت، موانعی هستند در سر راه رفع جامعه طبقاتی. در همین کشورهای اردوگاه تلاش کرده بودن که تفاوت حقوق یک کارمند عالی رتبه حداقل 3 برابر حقوق یک کارگر باشه، اما همه پزشکان و مهندسان فرار میکردن، نمیخواستن تن بدن به این که 3 برابر یک کارگر حقوق بگیرن، چون رقابت در جهان غرب وجود داشته. ما وقتی که از دولت گذار صحبت میکنیم، باید بدونیم این دولت گذار به نوبه خود دشمنای خودش داره، مجبور هست در برابر دشمنای خودش صفبندی نظامی کنه، بنابراین به نیروی نظامی احتیاج داره، به مدیریت احتیاج داره، به سازمانده داره. وقتی که به اینجا میرسیم، این دولت قدرت داره، این قدرت باید مهار بشه. با چه مهار بشه؟ با اینکه در این دولت تقسیم قوا صورت بگیره، قوه قضایی مستقل وجود داشته باشه از دولت، رسانه آزاد وجود داشته باشه مستقل از دولت. وقتی اینها را روی هم بذاریم، ضرورت تدوین یک قانون اساسی توسط نمایندگان بلاواسطه مردم ارجحیت پیدا میکنه. من به خاطر اینکه بس یک جانبه نشه تمام میکنم، بعد از نفس بیرون در دوران دوم صحبت ها. بله، خیلی ممنون رفیق بهروز فرانی، دیدگاه شما رو میشنویم. من دیگه پرسش رو تکرار نمی کنم، مشخص رفقا دیدگاهشون رو بیان کردن، دیدگاه شما رو میشنویم. من سلام میکنم به تو آرش جان، سلام میکنم بینندگان عزیز تلویزیون، همینطور رفقای بسیار عزیزم رفیق روزبه و رفیق مجید. ببینید، اولندش ما داریم در یه حالت تئوریک صحبت میکنیم، یعنی داریم دیدگاه‌های خودمون رو مطرح میکنیم در شرایطی که برای ما ایدئال هست. طبیعیه که تا به حال تاریخ هیچ وقت در مجرایی که بزرگترین تئوریسین‌ها هم
براش ترسیم کرده بودن اتفاق نیفتاده باشه. اتفاق نیفتاده. در مورد ما هم همین اتفاق خواهد افتاد. البته میشه به راحتی گفت که یه سری درس هایی گرفته شده از جنبش های عمومی اجتماعی در هر کشوری که میشه حد زد که چه گرایش هایی درش وجود داره. الان ما میتونیم بعدا دور دوم حتما به طور کنکرت صحبت میکنیم. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب من بحثای رفیق تقی روزبر رو بارها دنبال کردم در نوشتجاتش، رفیقمون مجید رو هم همینطور در صحبتایی که داشتیم و بحثایی که کرده میدونم. یعنی اینکه صرفا به خاطر اینکه من بعد از شما صحبت میکنم و گوش کردم به حرفای شما نیست که دارم از موقعیت خودم سوء استفاده میکنم که نقد بکنم این نظر رو. میخوام بگم با بحثای شما من آشنایی دارم. مسئله ای که وجود داره اینه که یک بحثی که هست اینه ما وقتی که انقلاب توده‌ای میشه، به هر شکلی که میخواد باشه، یک انقلاب توده‌ای میشه و این انقلاب پیروز میشه و دولت حاکم رو به زیر میکشه، ما یه مشکل جدی داریم و اون اینه که تا به حال همونجوری که مارکس بارها بهش اشاره کرده، انقلابات بورژوایی دستگاه‌های دولتی رو تکمیل کردن، حالان که صحبت بر سر درهم شکستن این دستگاه است. رفیق منتقی از این دوره از این میپره و مسئله پژمرده شدن دولت رو بلافاصله بعد از انقلاب مطرح میکنه. این نظریه یه نظریه هست که در تئوری‌های اجتماعی و انقلابی خیلی روشن و سرراست، نظریه عمومی که در طیف آنارشیست ها مطرح شده و به خصوص پرودون روش خیلی بحث کرده. منظورم حتی آنارشیست های امروزی نیست، آنارشیست های اولی هم همینی میگفتن. ما سر پژمرده شدن، ما که میگم منظورم اون مارکسیست هایی که خودم رو بهش متعلق میدونم، بحث ما سر پژمرده شدن دولت هیچ اشکالی نداره. دقیقاً باید دولت رو به محض اینکه انقلاب صورت گرفت، این اول باید انقلاب بورژوایی رو در هم دستگاه دولتی رو در هم شکست، به محض اینکه دولت کارگری تشکیل شد که حالا صحبت می‌کنیم چجوری می‌خواد بشه، میبایستی مکانیزم‌هایی رو که به پژمرده شدن اون هر چی بیشتر کمک بکنه رو زنده بکنه و جلو ببره و در اختیار در واقع این دولت قرار بده. ولی این فاز، این دوران گذار یه شبه نیست، دو شبه نیست، میتونه چندین و چند سال یا دهه طول بکشه. مسئله اصلی که وجود داره اینه که چگونه این دستگاه دولتی بورژوایی رو ما میخواییم در هم بشکنیم، چه چیزی رو اون وقت بلافاصله به جای این باید جایگزین بکنیم. از روی در هم شکستن دولت بورژوازی نمیشه پرید. این اولین مسئله ای هست که بعد از اینکه یک انقلاب پیروزمند اتفاق میفته در برابر انقلابیون قرار میگیره. اینو باید بهش پاسخ داد. آیا ما مکانیزمی رو پیش بینی کردیم؟ آیا تاریخ اشکالی رو به ما نشون داده که این مسئله در هم شکستن دستگاه بورژوازی رو به جلو ببره؟ این اتفاق حتی در انقلاب اکتبر ناقص افتاد. فراموش نکنیم لنین در اواخر سالهای زندگی خودش چی میگفت؟ میگفت این چیزی که ما داریم بهش میگیم دولت شورایی، در واقع دستگاه تزاری هست که بهش لباس شورایی پوشوندیم. ما هنوز نتونستیم دولت شورایی رو برپا بکنیم و این وظیفه ماست. یعنی تا اینجایی که لنین حرف میزنه، باز هم ما داریم اینو میبینیم که این دستگاه لعنتی بورژوایی دولتی که طی قرون سیغل خورده و آماده شده اونجا مزاحم کاره. این رو باید در هم شکست. از کمون پاریس به این طرف جنبش‌های اجتماعی کارگری، جنبش‌های اجتماعی به طور کلی، اهرم دیگه‌ای جز نظام شورایی رو به اشکال مختلف خودشا، کمون پاریس ربطی به کمون‌های مسکو یا سن پترزبورگ و اون چیزایی که در انقلابات انقلاب روسیه اتفاق افتاد نداشت. آن چیزی که مشترک بود بین اینها این بود که در مقابل دستگاه دولتی که قدرت رو تفویض می‌کرد به سری از نمایندگان که اونها بالای سر بقیه تصمیم بگیرن، تدد دقیقاً، و در این نکته با رفیق روزبه من کاملا معتقد هستم و با رفیقمون مجید به کلی اختلاف دارم، به هیچ وجه در واقع این قدرت رو نباید تفویض کرد به یه عده از ما بهتران، یه عده نخبگان که اون بالا وایسن و در واقع برای ما تصمیم بگیرن. مجلس مؤسسان اولندش که در سنت جنبش کارگری نتیجه این چیزی هست که مارکسیسم انترناسیونال دو هست، به این معنا که موقعی که این تز مجلس مؤسسان مطرح میشه، دولت‌های بورژوازی در این کشورها هنوز اصلا تکامل پیدا نکردند. طبقه بورژوازی به جز کشوری مثل انگلستان و تا حدودی فرانسه، در خود اروپا به خصوص در کشور آلمان آنچنان از جنبش پرولتری در حال رشد ترسیده بود که تکالیف بورژوایی خودش را هم انجام نداده بود. در نتیجه در انترناسیونال دو، حتی در زمانی که انگلس بود، مسئله برنامه حداقل مطرح شده بود
مثلا اینکه ما انقلاب بورژوایی رو با به همراه بقیه به پیش میبریم و بعد از اینکه انقلاب بورژوازی رو انجام دادیم مثلا انقلاب سوسیالیستی مطرح میشه. در رابطه با این بود که مسئله مجلس مؤسسان به عنوان یک حکم کاملا پذیرفته بود، چون در واقع ادامه انقلابات بورژوایی بود تا سرحد ممکن خودش. این رو تا اونجایی که میشد به پیش میبرد و مسئله مجلس مؤسسان رو مطرح میکرد برای تعیین تکلیف کردن با دولت، ولی این دولت بورژوایی بود. دستگاه دولتی در این شکلی که اینا مجلس مؤسسان مطرح میکردن کاملا دستگاه دولتی بورژوایی باقی میموند. این سنت در انترناسیونال دو هم بود و اینجا کجاش مهمه اینه که با وجودی که انترناسیونال دو بعد از کمون پاریس بود، در هیچ کدوم از قطعنامه های انترناسیونال دو حتی در زمان حیات انگلس کوچکترین اشاره ای به مسئله دولت نوع کمون، به مسئله درهم شکستن دستگاه دولتی نمیشه و کاملا در محدوده انقلابات بورژوایی باقی میمونن. این مسئله مجلس مؤسسان در واقع سنتی هست که از انقلاب فرانسه اومده در طی این جنبش این دوران تکامل جنبش کارگری پرولتری با این ماما همراه بوده، پاسخگوی اون دوره هست و در طوری مطرح میشه که تو گویی اصلا مسئله به نام کمون پاریس و جنبندی که مارکس و انگلس در جنگ داخلی از فرانسه ازش میکنند و مسئله دقیقا ندولت رو مطرح میکنند که اکثریت جامعه میبایستی دولتی رو بگیره که چون برای اولین بار در تاریخ نماینده واقعی اکثریت مردم هست، نه اینکه قدرت رو تفویض کردن بهش، بلکه قدرت رو خودش به دست میگیره. و وقت توضیح میدن که چطور به دست میگیره، میگن از طریق دولت نوع کمون. دولت نوع کمون، شوراهایی که شکل میگیرن، اونجایی که انقلابات کارگری اتفاق افتاده در اروپا، ما میبینیم که مسئله شوراها و اشکال مختلف در همه جا خودش رو نشون میده. به محض اینکه جنبش کارگری اوج میگیره، نه فقط در روسیه، در اتریش، در آلمان، در مجارستان، در هر جایی که توده های کارگری به میدان میان شکل شورایی رو میگیرن. چرا؟ چون میخوان قدرت از پایین سازماندهی بکنن. دولت ندولت رو، دولت اکثریت رو از طریق جایگزین کردن دستگاه دولتی موجود با اون بوروکراسی عریض طویل خودشون با مسئله شوراها مطرح میکنن. این چیزی نیست که تئوری نیست که از هوا اومده باشه. خود لنین، خود رفیق ما روزا لوکزامبورگ، اینا مال انترناسیونال دو بودن و تا فردای انقلاب فوریه، تا آوریل در واقع 1917، لنین اصلا مسئله درهم شکستن دستگاه دولتی رو مطرح نکرده بود. در تمام پولمیک هایی که لوکزامبورگ با برنشتاین و رفورمیستا میکنه به همه مسائل میپردازه، تمام جنبه های ارتجایی اونها رو زیر نقد میگیره، کلمه ای راجع به مسئله درهم شکستن دولت و جایگزینی اون با یک ندولت صحبت نمیکنه. چرا؟ چون هر دوشون متعلق به سنت انترناسیونال دو هستند و این انقلاب روسیه است که مسئله تعویض دولت و جایگزینی اون با یک نیرو رو به مثابه یک برنامه عملی در مقابل این انقلابیون قرار میده. تزهای آوریل در میاد و بعد مسئله شوراها در میاد. اگر اینها این سنت انترناسیونال دو رو با خودشون نداشتن و این رو واقعا جذب نکرده بودن، حذف نکرده بودن، و به مسئله بدیهی بود، یعنی روشن بود که ما اول باید مجلس مؤسسان تشکیل بدیم، پس از آن خواهیم دید که چیکار می‌خوایم بکنیم. این نتیجه مستقیم سایه انقلابات بورژوازی روی تاکنونی روی سنت انترناسیونال دو بوده و از این زاویه هم ارث رسیده بود به همه این انقلابیون، حتی لنین، حتی روزا لوکزامبورگ. اما هر دوی این انقلابیون بزرگ وقتی با مسئله واقعی پاسخ دادن به اینکه چه چیزی رو می‌خوایم جایگزین دستگاه دولتی بورژوازی بکنیم، نظراتی رو مطرح می‌کنند. روزا لوکزامبورگ اولش میگه هم مجلس مؤسسان هم شوراها، و این مسئله رو که در یادداشت‌های زندان می‌نویسه به فاصله چند ماه وقتی وارد مبارزه عملی میشه و شرکت میکنه در جنبش آلمان و اتریش، بلافاصله این نظر رو عوض میکنه. یک افسانه‌ای که در واقع مقداری جعل تاریخ در ادبیات چپ مارکسیستی ما هست و اون اینه که تو گویی روزا لوکزامبورگ به عنوان یکی از بزرگترین کسانی که مسئله دموکراسی و آزادی بیان رو بهش بسیار به سراغ اهمیت میداد و انتقادات شدیدی رو به بلشویک‌ها مطرح میکرد در این زاویه که روند بعدی انقلاب بلشویک هم نشون داد که یه جاهای اون واقعا دست روی نکاتی گذاشته بود که فاجعه بعدی رو در واقع دیده بود. یه پرانتز من باز کنم برای اینکه روشن بشه، رفیق ما رضا لوکزامبورگ توی سه مورد انتقاد میکنه بلشویک‌ها: سیاست ارضیشون، مسئله ملی و جنگ انقلابی، و مسئله دموکراسی و شوراها و مجلس مؤسسان.
در این سه مورد انتقادات جدی رو مطرح میکنه. در دو مورد اول، مسئله ارضی و مسئله ملی، تا پایان عمر کوتاه و پربارش نظرش رو تغییر نمیده. هم با صلح برستیتوس مخالف بود، هم در واقع با تقسیم زمینی که بلشویک ها چیز اس آر ها رو پذیرفته بودن. اما در مورد مسئله مجلس مؤسسان و پاسخ به این سوال که دولت آینده رو مجلس مؤسسان تعیین میکنه یا دولت شوراها، با قاطعیت بهش جواب میده دولت شوراها. به فاصله خیلی کوتاهی در جریان عملی نظرش رو تغییر میده. یعنی این تجربه تاریخی رو آوردم که بگم که یه سری رجوعهایی داده شده در جنبش ما، خیلی هم روش تاکید شده که غلطه. و این مسئله چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه رفیق ما درگیر مبارزش میشه، همونطوری که لنین درگیر مبارزه میشه. و به قول معروف این که اینا اصلا مسئله مجلس مؤسسان رو بولشویکا با خودشون حمل کردن، نتیجه اون سنت بود. و به قول مارسل لیبمن، این شگفتی آور این نیست که اینها چرا بعدن زدن زیرش، شگفتی آور این که اصلا چرا این مسئله مجلس مؤسسان رو بعد از بروز پدیده شوراها اینها اصلا دوباره مطرح کردن. این دو بدیل در مقابل همدیگه قرار میگیرن و در همه جا، در روسیه دولت موقت بورژوایی که یک سال وقت داشت برای اینکه مجلس مؤسسان رو تشکیل بده تشکیل نداد، ولی وقتی کنگره شوراها تشکیل شد و مسئله قدرت به دست کنگره شورا مطرح شد، یهو یادشون افتاد که باید مجلس مؤسسان در مقابل اون بکنن. سوشال دموکراسی آلمان در اوج جنبش‌های کارگری اصلا مسئله مجلس مؤسسان رو مطرح نمی‌کرد، حتی می‌خواستن از یه رایش رو، رای اون رایش اون موقع رو، دولت سلطنتی رو به یک شکلی نگه دارن. وقتی شورای کارگران و سربازان آلمان در شمال آلمان تشکیل میشه، وقتی در اتریش تشکیل میشه، یهویی یادشون میفته که مجلس مؤسسان رو در واقع باید بیارن. و این حربه در واقع این بخش از چپ رفورمیست اون موقع هست که در مقابل عمل انقلابی توده ها که اجازه میده اون دولت از پایین رو ما بسازیم، دولتی که حتی المقدور از دادن نمایندگی خودداری میکنه، نمایندگان رو دائما میتونه عزل بکنه، در هر سطوحی میتونه عزل بکنه، و از این زاویه یک ندولته، بلکه به هیچ نخبه‌ای، به هیچ چیزی در واقع مالک حق وکالت تمام عمر نمیده. این مسئله رو من دوباره بهش برمیگردم صحبت بپردازیم. خب بینندگان عزیز، تا این مرحله از بحث متوجه شدید که رفیق مجید دارابیگی از معتقد به مجلس مؤسسان هستند که از اون طریق قانون اساسی و عمل تأسیس نظام صورت میگیره. رفیق بهروز فرانی از بدیل شورای کنگره شوراها دفاع میکنن و رفیق تغییر روزبه معتقدن هم مجلس مؤسسان هم کنگره شورا یک نوع ادامه دولت و یک نوع هیرارشی هست، از دموکراسی مستقیم مشارکتی دفاع میکنن. خب سوال الان رفیق روزبه اینه، الان شما اینجا میتونید دیدگاه خودتون رو بیشتر توضیح بدید. جمهوری اسلامی سرنگون میشه. البته من اینجا بگم، ما اینجا داریم در مورد برنامه و بدیل مورد دفاع و ایدئال خودمون صحبت میکنیم. هیچ در این توهم نیستیم که لزوما انقلاب آینده ایران سوسیالیستی خواهد بود، حتما حتی چپای انقلابی دست بالا را خواهند داشت یا شوراها دست بالا را خواهند داشت یا هر چیزی دیگه. اصلا ممکنه چیزی سناریوی مثل یک رژیم ارتجاعی دیگه مثل خمینی بیاد. امیدواریم این حادثه رخ نده. کما اینکه مثلا مارکس وقتی 160 سال پیش یا ویکتور هوگو صحبت از لغو حکم اعدام می‌کرد، حتی یک کشور در جهان یا دولت به این نتیجه نرسیده بودن که باید اعدام رو بی قید و شرط لغو کنن، ولی ابایی از این نداشتن که اون رو دائما روش بکوبن، تبلیغ و ترویج کنن. اکنون خوشبختانه بیش از 130 کشور در جهان پذیرفتن که حکم اعدام رو لغو. بنابراین برنامه یعنی که شما میرید برای اینکه این برنامه‌تون رو به یک گفتمان برتر در جامعه تبدیل بکنید. هیچ کدام ما این توهم رو نداریم که دست به نقد مثلا کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها دست بالا رو دارن، یا حتی بعضی هم معتقدن هیچ نیروی حزب و نیروی سیاسی معینی، یک سلطنت طلب، مجاهد، فلان به تنهایی انقلاب آتی ایران رو رهبری نخواهند کرد. انقلاب آتی ایران بدون رهبری خواهد بود یا بدون رهبری بلا منازع خواهد. اون حادثه انقلاب 57 رخ نخواهد. حالا اینه میشه صحبت. حالا رفیق روزبه، شما مثلا، من مثال زدم دیگه، مثلا در یک روستا یا در یک کارخونه مثلا مجمع عمومی یا شورا یا کمون یا هر چی که اسمش رو میذاری یه سری تصمیمات میگیری. ولی خب شما که معتقد هستید که کشوری احتیاج مثلا به جهتگیری های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی داره، قانون اساسی میخواد،
من نمیدونم قوانین قضایی میخواد، قوانین چی میخواد، چی نمیخواد. اینا مکانیزم تصمیم گیری در اون ندولتی که شما صحبتشون میکنید چی هست؟ یعنی خب البته میان کمونیستا و آنارشیستا یک اشتراک وجود داشت. کمونیستا معتقدند در نهایت در جامعه کمونیستی وقتی کل جهان یک اکثریت جهان را فتح کردیم و هر نوع دولتی ملغا بشه و به یک اعتبار هر نوع دموکراسی، دموکراسی هم نوعی از حاکمیت، درست؟ آزادی فوران قاد. ولی کمونیستا فرقی که با آنارشیستا داشتن اینه که میگن این باید بشکن نمیشه. شما یک با یک دولت گذار احتیاج داری، یک دوره انتقالی احتیاج داری، باید از این پل عبور کنی. نکنی کما اینکه در هیچ نقطه‌ای از جهان هم پروژه آنارشیستا به تحقق نپیوست. عمل تأسیس نظام در سیستم فکری شما که میگید دموکراسی مستقیم مشارکتی هست، مکانیزمش چیه؟ چجوری مردم میان تصمیم میگیرن؟ از چه نهادهایی، چه تشکلهایی، چه نوع مکانیزم تصمیم گیری این عمل حادث میشه؟ ببینید ما به شاخص احتیاج داریم و الا بین مجلس مؤسسان، حالا شورا اینجا دو تا ندارم، هر چند تا باشه، بحث تلونه به هیچ جا نخواهیم رسید، جز بحث ایدئولوژی، جز بحث کلیشه های گذشته که در زمان خودشون معنا داشتن، هیچ چیزی نیست. یعنی اصلا مربوط به دنیای واقعی زنده نیست، مال دنیاهاییست که احاطه شده وسیله کلیشه ها و فرقه ها. ما شاخص میخواییم. شاخص چیه؟ خود دموکراسی مستقیمه. دموکراسی یعنی هر نهادی بتونه اینو بیشتر جاری کنه، این دموکراسی، این خونو، همون اندازه رهایی بخشتره، همون اندازه چپ به اون نزدیکتره و دفاع میکنه. چرا؟ برای اینکه اصل بنیان برای جامعه، برای سوسیالیسم خود انسانه و انسان میباید سرنوشت خودش تصمیم کنه. سوسیالیسم به طریق اولا به دست خود کارگران، آگاهی خودشون. دموکراسی مناسبات اجتماعی معناش همینه که بتونه این هر چیزی که اینو لایه بندی کنه، ساختار بندی کنه، کوچولو کوچولو کنه، سلسله مراتب کنه، به همون اندازه در واقع سر دوم اینو میبره، یعنی دموکراسی رو به همون اندازه مانه. پس بنابراین هر دو اینا نمایندگی، همونطور که گفتم، هر دو اینا مسخ دموکراسیه، چه مؤسسان به لحاظ چپ، چه اون شوراهایی که اون شوراها، من در بحث قبلی اشاره کردم و دلش معنی شورا منجمد شده است در این نگاه، ساختار بندی است، خارج از زمان و مکانه، یعنی دیگه از زن فسیل شده است. شورا به معنی اینه که هرچه بیشتر خود مردم مشارکت کنن، هرچه بیشتر خود توده ها وارد صحنه بشن، کارگران وارد صحنه بشن بی واسطه. پس بنابراین شما هرچی بخواید این واسطه ها، لایه ها رو، یعنی فرض کن اصلا شورا، نظام شورایی، یک نظام عجیب غریب است که قدرت، گفتم به دیوان سالاری کسی اجازه نمیده مردم نفس بکشن. این یک مسئله. دوم مسئله ای که دولت که گفتیم پژمرده میشه، رفیق فرهاد مشاهده، ببین تجربه نشون داد به جایی که پژمرده بکنن غول شد همه جا، یعنی هی تبدیل به غول عظیم شد و این در واقع خودش هم شکست، چون اونقدر عظیم شد که پایه وجود نداشت، نابود شد، جامعه رو خورد در خودش. پس بنابراین ما باید از نقطه دیگه شروع کنیم. ما ادامه اون نمیتونیم ادامه بدیم، درس باید بگیریم. با توجه به اینها شما من میبرید در یک نقطه، من مثلا این نوع برنامه ریزی ها، این نوع سناریو سازی ها خودش اصلا در تضاد با دموکراسی مشارکتیه. دموکراسی مشارکتی یعنی اینکه شما نمیتونید بشینید در اتاقتون در یه جایی پشت شیشه های برای جامعه برنامه بریزید. این برنامه ریزی بدون اشتباه بزرگترین تجلی قیمومیته، بزرگترین نفی مشارکته، دموکراسی مشارکتیه. برنامه میگم این برنامه عمل بر خودمون بریزیم، چند نفر کار، بحث دیگه است. برای جامعه داریم برنامه بریزیم، اونم تازه فرض کنید برنامه درست هم از نظر علمی فلان که اصلا خودش اصلا قابل بحثه که چجوری میشه اینو اسپشاش بوش برنامه اینجور تلاشا رو، خب این اصلا معنا نداره. پس بنابراین من حرفم اینه که باید از جای دیگه شروع کرد برای پاسخ به سوال شما. جنبش ها خودشون اشکال نوین میآفرینن هم به خاطر دموکراسی سیال امروزی متناسب با بلوغ بشر رو جاری کنه. شوراها هم در واقع در این رابطه پیدا شدن اون موقع، البته بعدا بروکراتیزه شدن، کنترل شدن، خفه شدن.
چرا؟ برای اینکه در زمان خودشون به هر حال این امکانات ارتباطی نبود، بشر نمیتونست همینطور این قطعه قطعه جدا جدا تو مناطق. ولی الان اصلا مسئله مشارکت اینه شما در یک سطح دیگه ای مشارکت میکنید، عمیق‌تر. پس من مشارکت به معنی این هستش که این روح دموکراسی مشارکت نه در اون قالب ها. مشکل رفقا اینه که در همون قالب ها موندن 80 سال پیش 90 سال پیش. این اصلا مثل همین ایدئولوژی هایی که میمونن در گذشته. روح شورایی یعنی همین که دموکراسی مستقیم تر بشه، همین باشه که این موانع تمام این مثل گفتمان قوی تر بشه، تصمیمات حوزه هاش بیشتر بشه به جایی که در حوزه های معینی، یعنی یک کیفیت تصمیم گیری فراتر بره. این به معنی این هستش که باید هر چی بیشتر در واقع اینها عمومی تر بشه، این دیواره ها این کنترل ها کمتر بشه تا بتونن این حادثه اتفاق بیفته مشارکتی. پس بنابراین من دموکراسی مشارکتی رو تو نمیفهمم. مشارکتی اینه که خب برنامه رو همین میده، جنبش ها وقتی وارد میشن نیروهای آگاه همه چیزش هستن، تجربیات گذشته هستن، میبینیم انقلاب بهمن هست، جنبش ها در واقع در این جریان پاسخ های مختزی به خودشون میدن، مهم اینه که آرایش مناسب الان بگیرن. ولی شما الان شما قرار بدیم یه نظام داره فرو میریزه، جامعه مدنی میخواد، نظم میخواد، خب معلومه که کسی بخواد این جامعه رو با این شکاف ها با این وضعیت بعد در قالب بورژوازی خودش رو آرایش بده یا بعد سرکوب کنه، همونطور که در تجربه اتفاق افتاد. چرا در گذشته اون ماجرا حل نمیشد و حالا فکر میکنیم حل شده؟ به خاطر اینکه شوراها فراگیر نبودن. اصلا طرح یک تشکل فراگیر برای جامعه اصلا در تغایر با تمدن و پیشرفت بشره، با دستاوردهای امروزه به شدت اشکال، مثلا اشکال شبکه پیدا شده. نمیگم حتما این اشکال شبکه بهترین حالا خواهد بود، ولی پیدا شده. چرا؟ برای اینکه دموکراسی مستقیم و اعمال دخالت رو بیشتر فراهم میکنه. حالا ما این بچسبیم به اشکال کهن، درسته که این هنوز ناقصه ولی خب تجربه است داره اتفاق میفته. همون موقع میتونه اتفاق افتاد، اول کسی قبول نمیکرد شوراها رو. پس رفیق روزبه، من یه سوال شاید مشخصتر بکنم. اون نظام آینده بعد از جمهوری اسلامی، حالا بی نظام هر اسمی میخواید روش بذارید، قانون اساسی داره که مثلا یک برای چیزی که مثلا اشاره بشه جهتگیری های کلان سیاسی اجتماعی اقتصادی اون جامعه چقدر قانون اساسی داره؟ خب معلومه میتونه داشته باشه، چرا نداشته باشه؟ قانون اساسی چیزی تقدیم میشه؟ خب معلومه مردم، ببین میگم که مجامع عمومی نوینی که اون سلسله مراتب رو نداشته باشه خفه کننده رو، از جمله همین شبکه ها و اشکال بسیار خلاقانه که جنبش های امروز ارائه میدن، میبینیم که چگونه جمعیت های میلیونی هماهنگ میشن شکل میدن، اینا اتفاق داره میفته. ما اینا رو هی خفه کنیم، نادیده بگیریم، بچسبیم به گذشته، بعد بر مبنای اینها یه نظام بسازیم، این دیگه به نظر من پریشان زمانیه، یعنی همون گرفتاری که جامعه ما داره. من میگم این چپ با همون کوکی که 40 سال پیش ساز شده و حکومت اسلامی یک جنبش و چپ سنتی هم یک جنبش، همون نوتو می نوازه، فرق نداره، همون گذشته. ما باید نقد اساسی بکنیم از تجربیات خودمون، تجربیات جهان امروزی بشیم، یعنی با دستاوردهای اگه سوسیالیسم نتونه پیش رو بشه به اینها پاسخ بده، اون سوسیالیسم هیچ وقت نخواهد تونست جامعه رو گفتمانش فراگیر کنه. پس بنابراین ما میتونیم اصلا شما نگران اشکال نباشید. همین الان شما میبینید که جنبش معلمان تو همین شرایط سرکوب، میبینید تظاهرات سراسریش میکنن، هماهنگیاشو میکنن از همین شبکه ها، از همین تشکل ها. شورای هماهنگی البته داره، بله شورای هماهنگی داره معلمان، باشه احتمال این اونجا هم پیدا میکنه، منتها محتواش مهمه. مهم اینه که مردم که صحنه باشه شورای هماهنگی گفته، مثلا شورا معناش عوض میشه، قالب های گذشته رو بذاریم کنار و حالا شورا میگه بعد خودش خیلی عالی، مردم هم مشارکت عالیه باید بشه قوی تر، هم شورا، ولی دقیقا میتونه اتفاق بیفته بر بسترهای امروز زمان، داده های امروز زمان، بلوغ امروز، لباس تنگ گذشته رو بپیچید به بدن بزرگ انسان بزرگ شده تر امروز، میدونی چی در میاد؟ چیز موسیقی در میاد، نه؟ باره میشه. پس بنابراین متناسب با شرایط ما هر حرکت کنیم و اینها اتفاق میفته. اشکالم سازمانی هم به شدت متنوعه، به شدت متحوله، به خاطر اینکه مناسبات انسان، آگاهی انسان از قضا بر این
مناسبات تاثیرگذار خیلی سریع دارن. مرسی. خب رفیق دارا بگی، ما خب نظر شما مشخصه درست؟ ما میدونیم که در تاریخ جنبش چپ، اصلا تاریخ سیاسی، درک‌های متفاوتی از دموکراسی ارائه میشه. آیا شما قائل هستید که دموکراسی هم مثل خیلی از مفاهیم دیگه در جامعه سرمایه‌داری دارای محتوای طبقاتی هست؟ یعنی دموکراسی مثل مثلا فرض بگیر آزادی پوشش یه کالای ناب بی‌طرف نیست. وقتی میگیم آزادی پوشش یعنی همه کسایی که چه بورژوا چه کارگر چه خرد بورژوا هر نوع هر لباسی هر چی دوست داشت نداشت بپوشه یا نپوشه. دموکراسی همچنان که از اسمش برمیاد، واژه لاتین هست، به معنای کراسی به معنای حاکمیت هست، نوعی حاکمیت، حاکمیت مردم. و بعد اینو هم طرفداران نظام سرمایه‌داری هم طرفداران نظام عبور از سرمایه‌داری و سوسیالیستی و آنارشیستی پاسخهای متفاوتی میگن. یعنی ما چیزی نابی به نام دموکراسی نداریم، بلکه دموکراسی هم مفهوم طبقاتی داره، ما در اونجا هم شاهد جهتگیری طبقاتی هستیم. آیا شما با این ایده موافقی یا معتقدید دموکراسی هم همچون مثل بسیاری از آزادی‌های دموکراتیک یک چیز ناب هست که همه طبقات باید بهش تمسک بگیرند؟ من هیچ چیز ناب در جامعه شناسی هیچ چیز نابی وجود نداره. سوسیالیسم رو هم نبایستی یک چیز ذهنی تلقی کرد. ما وقتی که به دیالکتیک طبقاتی برخورد میکنیم، هر فرماسیون اجتماعی در بطن فرماسیون ما قبل خودش تکامل پیدا میکنه. ما ببینیم از بطن جامعه بردهداری نظام فئودالی در میاد و از بطن جامعه فئودالی سرمایه داری. وقتی که به لنین برخورد میکنیم، یک زمان دو تاکتیک سوسیال دموکراسی را می‌نویسه که ما مسائل دموکراتیک جامعه را در نظر گیریم. وقتی که بعد گزارش میده میگه ما مسائل بورژوا و دموکراتیک را با انقلاب اکتبر حل کردیم، یعنی یک رسالت بزرگ انقلاب اکتبر حل مسائل دموکراتیکی بود که انقلاب بورژوا دموکراتیک 1905 و 1917 نکرده بود در فوریه که اکتبر انجامش داد. جامعه اینجوره. این که رفیق روزبه میگه ما از گذشته فاصله گیریم، به هیچ وجه توان این که از گذشته اینجور فاصله بگیریم نداریم. در بطن همین جامعه اسلام زده ایران باید حرکت کرد. جامعه امروز ایران بسیاری از بورژوازی هم عقب مونده تره. یعنی امروز نظام ما یک نظام شبه قبیله‌ای، شبه فئودالی و سرمایه داری است. شما در کنار رشد سرمایه داری شیوه های حکومت فئودالی را میبینید، حتی در دستگاه قضایی میبینید حکومت اردبیل جامعه قبیله‌ای است. هنوز قصاصی، هنوز دیست، هنوز شطوره، هنوز گوسفنده. خب نگاه کنید با جامعه مدرن بورژوازی و این جامعه نیمه فئودالی، نیمه قبیله‌ای، نیمه سرمایه‌داری ایران در عصر جمهوری اسلامی. ما دنبال یک چیز هستیم، میگیم مردم میبایستی در سرنوشت خودشون دخالت کنن. اگر کشور ما انگلستان قرن 19 مارکس بود، طبقه کارگر با انقلاب فردا قدرت را در دست میگیره، گوشش به هیچ کس بدهکار نبود. اما طبقه کارگر ما اونچنان طبقه ای نیست که به تنهایی بتونه بار انقلاب را به دوش بکشه. این مشکل اول طبقه کارگر. جامعه ما اون جامعه صنعتی مدرن نیست. پرولتاریای ما هم اون پرولتاریای برای خود هنوز نیست. خب ما میبینیم همین امروز که اینجا ما نشستیم، کار
نمایندگان کارگران را از شرکت اتوبوسرانی تهران به همه اخراج کردند. 6 نفر خودشون میرن جلو به اداره کار، 100 نفر به پشتیبانی از اونها جلو به اداره کار نمیاد. به چه جرأتی میتونیم بگیم این فردا شوراش برقرار میکنه؟ اشاره کردید به معلمان. تشکل معلمان از 1340 که تحت اداره باشگاه معلمان درخشش شده تا 50 و 57 که من در عرضش بودم کانونی بوده. ما هر تلاشی کردیم چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب تشکل معلمی را شورایش کنیم، نشد. هیچ مدرسه حاضر به تعیین نهایده نشد. فقط معلمینی که داوطلبانه، آموزگاران داوطلبانه خودشون می اومدن. امروز هم متاسفانه همین جوره. یعنی ما الان کانونهای معلمی را داریم، شورایی نشده، نمایندگانی از این کانونها بالا رفتن، ولی یه شورای واقعی که از بطن توده به جنبه نیست. شوراهای کارگری هم یکی دو مورد استثنائیشو کنار بگذاریم، متاسفانه هنوز شورای کارگری نیست. اگر اون بود من 100% با رفیق بهروز موافق بودم که اصلا وقتی که طبقه کارگر چنین توانایی داشته، مگر دیوونه است بیاد قدرت رو با دیگران تقسیم کنه؟ رفیق داره بگی مگر الان مجلس مؤسسان وجود داره؟ مگر من یه نکته رو من بگم اینجا یه لحظه من سوال من تدقیق بکنم، بعد میتونی ادامه بدی. ببین، ما همه بحثی که داریم اینجا میکنیم در مورد بدیل آینده. ما اصلا نمیدونیم، اصلا ممکنه جنگ رخ بده، ممکنه اصلا به قول معمرضا پهلوی میگه ایران بشه ایرانستان، من نمیدونم، هزار سناریو رخ بده. اون سناریویی که مورد مطلوب ماست، یعنی نه تنها عبور از جمهوری اسلامی بلکه عبور از سرمایه‌داری، گذار به سوسیالیسم، ساختاری که کارگران و زحمتکشان اکثریت، هیچ بودگان همه چیز شدن، به قول سرود انترنسان هیچ بودگان هر چیز کردن، درست؟ ما داریم برای اون واردیم. کسی الان نمیگه که الان دست به نقد، حتی سندیکار هم رژیم میجاد دو غیر از دو تا سندیکای هفت تپه و شرکت واحد، رژیم مثلا اجازه شکلی سندیکار در هیچ محل کاره. تازه اونا قیاس بکنیم با اتحادیه ها، اصلا ویژگی های خاص دارن مثل اتحادیه های مثلا کانادا و اروپا و این داره کنیست. من دارم از آلترناتیو و بدیل و گفتمانی که ما باید تبلیغ و ترویج بکنیم، وگرنه دست به نقد الان رژیم حاضر نیست مجلس مؤسسان بپذیره. شرایط حتی برای برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان فراهم نیست. اجازه فرما بگم. ببینید، شرایط برای تشکیل مجلس مؤسسان در تنوع قدرت وجود داره. یعنی اگر قراره این جنبش هایی که رفیق روزبه ازش دم میزنه، اگر قراره ما جنبش کارگری، جنبش دهقانی، جنبش روشنفکری، جنبش زنان، جنبش حقوق مدنی، جنبش محیط زیست، اگر این جنبش ها به هم بپیونده، فصل مشترکشون یک انتخابات آزاد برای برگزاری مجلس مؤسسان، اون جایی که طبقه کارگر به تنهایی قدرت مسلط را نداره. اگر ما در ویتنام دیدیم طبقه کارگر توانست مرکز سخت باشه به دلیل حضور حزب کمونیست بود. همه جور در کره، همه جور در روسیه، همه جور در جنبشی که روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنش در صدرش بودن، به اعتبار قدرت سندیکای کارگری و جناح چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان. اما این امکان در این شرایط که این جنبش ها که محتمل ترین هست وجود داره، میتونه مؤسسان را برگزار کنه. شرایط مؤسسان را هم من در اون برنامه نوشتم، به شمار مساوی از زن و مرد با تعیین حوزه های مختلف، هر بند به اتفاق همه مردم برسه و در نهایت به یک همه پرسی. به هیچ عنوان در چارچوب دموکراسی بورژوایی نمی گنجه،
به هیچ عنوان به معنای پارلمانتاریسم نمایندگی نیست. تمام فراخوانی هایی که در یک شورا وجود داره در این مجلس مؤسسان میتونه وجود داشته باشه، اما از اون ذهنیتی که ما داریم این از توش در میاد. من این سوال همینجا بکنم از شما، مجلس مؤسسان فرض بگیریم گفتمان مورد علاقه شما اکثریت داشته باشیم در اون مجلس مؤسسان، از چه نوع قانون اساسی، چه نوع دموکراسی و چه نوع سیستم اقتصادی اونجا دفاع خواهد کرد؟ یعنی اونجا شما باید تصمیم بگیرن دیگه، مثلا مجلس سنا، مجلس ملی، شورای ملی یا کنگره شوراها خواهد بود. یعنی اونجا از شما از چه نوع دموکراسی تو مجلس مؤسسان و همچنین اقتصادی دفاع خواهد کرد؟ ما از دولت گذار، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اجتماعی، از دولت گذار دفاع میکنیم، ولو اینکه در اون مؤسسان در اقلیت باشیم. البته در اکثریت باشیم، اون طیف چپی که امروز ازش تن میکنیم. اگر در اکثریت باشید چی کار میکنید؟ دموکراسی پارلمانی هست یا شوراییه؟ نه اون دیگه دست ما نیست اصلا. ما الان اگر اکثریت باشیم ببین اون اکثریت، اگر اون اکثریت چپ ممکن است فرمولات دیگری تهیه کنه، ولی اگر ما به اقلیت بیفتیم فشار چپ هستیم به عنوان آلترناتیو کمونیستی برای دولت گذار. یعنی ما چه اقلیت 5% باشیم چه اقلیت 49%، در مؤسسان از دولت گذار دفاع میکنیم، از دولت بورژوایی دفاع نمیکنیم. ما میستیم در برابر خواستای بورژوایی. کما این در انقلاب اکتبر نگاه کنید، دو تا بند در اون مجلس مؤسسان تصویب شد. اصل اول گفتن جمهوری روسیه یک جمهوری سوسیالیستی است. این نبود که اونا هم بگن ما سوسیالیست نمیخواهیم، منتها اونا گفتن اینا وراجی بورژوازیه. ما اگر قرار شد وراجی بورژوازی باشه، از وراجی بورژوازی دفاع نمی کنیم، از اصولیت منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان دفاع می کنیم. خب رفیق بروز، هم دغدغه‌ای که رفیق مجید دارابیگی داشت، هم رفیق تغییر روزبه، این بود که با توجه به الگوهای شکست خوردی گذشته که ما دیدیم دیگه، از انقلاب اکتبر شروع شد و بعد یک الگوی حالا استالینیستی هر اسم دیگه رو می‌خواید بذاری حاکم شد بر یک سوم به اصطلاح این کشورهایی که مدعی سوسیالیسم بودن، درست؟ و حزب دولت، پولیتبرو، رهبر فرزانه، دانا، صد، فلان، بهمان جایگزین اون حاکمیت واقعی شورا شد. دغدغه ای که دارن اینه که جایگاه حق رأی عمومی آزاد و همچنین آزادی بی قید شرط اندیشه، بیان، تشکل در اون بدیل مورد نظر شما چه خواهد بود؟ شما چه تضمینی دارید که مثلا چه مکانیزم هایی تضمین کلار چه مکانیزم هایی وجود داره که این کنگره سراسری شوراها وفادار باشه هم به حق رأی عمومی و هم به آزادی های بی قید شرط اندیشه، بیان، تشکل؟ خب البته میدونین مسائلی که مطرح شده بحث خیلی سنگینی میبره و واقعا دشواره که توی این صحبت کوتاهی که ما میکنیم بتونیم جواب بدیم. رفیقمون به خصوص مجید که مثلا نیمه فئودالی و غیره و این حرفا رو در ایران مطرح کرد و این دولت سرمایه‌داری تا مغز استخوان سرمایه‌داری ایران رو که فقط نامتعارف بودنش در اینی که یک جامعه به اصطلاح جامعه مذهبی بهش پوشوندن و یک قشری یک کاست روحانیتی قدرت اصلی رو در دست خودش گرفته، ولی مناسبات تولیدی که در ایران هست، روابط اجتماعی که هست، سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی در جامعه ایران غالب 100% در حتی دورترین دهات بلوچستان و ترکمن صحرا و هر جایی که شما بگید مناسبات سرمایه‌داری کاملا گسترده به گستاخانه ترین شکل و به خشن ترین شکل خودش داره اجرا میشه. اصلا بحث نیمه فئودالی و غیره کردن اینا واقعا بحث ما رو به شدت به بیراهه میبره. من اینو فاکتور میگیرم، ازش وارد این بحث نمیشم، خیلی ما رو به عقب میبره. اما من اول میخوام بگم که مسئله حق رأی عمومی حتی از جانب بلشویک ها هم به رسمیت شناخته شده بود.
اونها در جریان جنگ داخلی گفتن که بورژوازی حق در واقع رأی دادن نداره، حق انتخاب شدن نداره به خاطر شرایط ویژه‌ای که داریم. و اتفاقا لنین اینو مطرح میکنه، من دفاع میکنم ازشون چون در حقشون خیلی بی‌انصافی میشه، مطرح میکنه میگه اعتقاد به این که بورژوازی رو باید از حق رأی محروم کرد شرط سوسیالیست انقلابی بودن نیست، مال شرایط خاص ماست. میشه بحث کرد که این درست بوده یا غلطه، ولی میخوام بگم حتی اونا هم اصل حق رأی نامحدود و عمومی رو به رسمیت میشناختن. شوخی تاریخ هم اینه که کسی که حق رأی عمومی رو در روسیه شوروی برقرار کرد استالین بود، با قانون اساسی 1938 خودش، چون در قانون اساسی 1918 بولشویک‌ها در زمان حیات لنین حق رأی بورژوازی رو محدود کرده بودند. رفیق استالین در 1938 با قانون اساسی جدیدی که آورد حق رأی عمومی رو برقرار کرد. دیدیم که چه گلم از گل شکفت و در واقع همه مشکلات حل شد. مسئله حق رأی عمومی یک مسئله هست که میبایستی بهش پایدار بود. تمام بحث سر اینه که چه مکانیزمی رو میخوایم پیشنهاد بکنیم که ازش دفاع بکنه، اون رو عملی بکنه. تکرار میکنم، بشر تا این لحظه‌ای که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم هنوز شکل پیشرفته تری از نهضت شورایی رو در اختیار ما قرار نداده، شاید قرار بده. مسئله اشغال میادین، جنبش‌های اشغال وال استریت و غیره، سودان، اسپانیا، فرانسه، کشورهای آمریکای لاتین، همه اینها که مسائل جنبشی رو مطرح میکردن یک سانتیمتر دولت بورژوازی رو تکون ندادند. یک سانتیمتر به قدرت دولتی نتونستن انگوش بزنن. لااقل نظام شورایی در روسیه این نظام رو به زیر کشید. اینکه چه چیزی رو جاشونه بخواست بیاره به مشکلاتی برخورد که بحثش اینجا نیست، ولی این رو نگیریم، کمون پاریس قدرت بورژوازی رو در پاریس به زیر کشید. قدرت شوراها در روسیه قدرت بورژوازی و تزاریسم رو به زیر کشید. جنبش های اشغال میادین و غیره دیگه بحث تئوریک نیست. من خطابم به رفیق روزبه. اولا رفیق روزبه میگه که این اشکال قدیمیه. رفیق روزبه، شما چیزی که دارید میگید ترکیبی هست از سوسیالیسم تخیلی و آنارشیسم نوع فرودونی، حتی از بحث شوراهای ما عقب مونده تره، یعنی قما قبل اونه. شما تو صحبتات مطرح کردی که باید بدیل جامعه آینده رو در همین جامعه ساخت حتی به لحاظ اقتصادی. این حرف سوسیالیستی تخیلی بود. مگه میشه در چارچوب سرمایه‌داری نئولیبرال الان، سرمایه‌داری جهانی، شما جزیره‌های سوسیالیستی درست بکنی؟ اصلا این اوتوپیکه. یه چیزی هست که شما در مقابل قدرت سرمایه این رو پودر میکنن. مگه اجازه میدن که شما مسئله تعاونی‌ها رو گسترده بدین و اینو به عنوان یک بدیل بیاری؟ تعاونی‌ها رو سرمایه‌داریش میکنن، تبدیلش میکنن به تراست، کاری که بارها هم کردن. مگه کم الان تعاونی در کشورها؟ در همین فرانسه که ما زندگی میکنیم پر هست از تعاونی‌ها. ولی چارچوب مناسبات سرمایه‌داری است، زیر نفوذ سرمایه کلان سرمایه‌دار هستن و پدرشون هم دارن در میارن. اینی که ایجاد بذر در واقع اقتصادیات آینده، این سرمایه خودش این کار رو کرده. ما کارخانه بزرگ داریم، کارگران و حقوق بگیران داریم. اون چیزی هم که رفیق مجید گفت که به کلی غلطه، چون طبقه کارگر الان کاملا اکثریت داره. اون تعریف محدود تاکنونی بخشی از مارکسیسم سنتی است که کارگران رو محدود میکرد به کارگرای سنتی، پرولترای ساده، اونه که در واقع به اقلیت افتاده در ترکیب جهانی، در ترکیب جامعه این کشورها، در پیشرفته ترینشون، حتی در عقب مونده ترینشون. الان حقوق بگیران و کارگران ساده و نیمه ماهر و ماهر اکثریت قاطع جامعه. بس نیست که بلازه عددی اینا هستن یا نیستن، بس نیست که این تعداد عددی رو چطور میشه تبدیل کرد به قدرت دولتی. بحث رفیقمون روز به روشنه، اصلا به اعتقادی به قدرت دولتی نداره. میگه بلا فاصله ما از همین الان تو این جامعه باید وسایل پژمرده شدن دولت رو ایجاد بکنیم. این اوتوپیه، خیاله، امکان ندارم چه اتفاقی بیفته. در مصر دیدیم بزرگترین جنبش توده‌ای تاریخ بشر که حتی از جنبش‌های اعتراضی انقلاب بهمن ما هم که تا اون موقع بزرگترین بود فراتر رفت. 17 میلیون نفر در خیابان‌های مصر در واقع اومدن توی خیابونا. نتیجه چی شد؟ السیسی روی کار اومد. به هیچ وجه به ساخت دولت آسیبی وارد نشد. اشغال میادین در همه این کشورها به بنبست برخورد. برای اینکه اینها مسئله تشکل رو نادیده میگیرن و با تمرکز صرف روی نوعی از دموکراسی مشارکتی که اصلا معلوم نیست ظرفش چیه. چجوری همه باید بشینن پای اینترنت کلیک بکنن برای تماس صحبت کردن و نظر دادن؟ شکل مالکیت رو چجوری میخواین نه تنها تعیین،
بلکه اجرا بکنی. بورژوازی همینجوری عقب نشینی میکنه در مورد شما. شما مجلس مؤسسان تشکیل میدید و تصمیم میگیرید که مالکیت خصوصی رو ملغا کنید و مالکیت اجتماعی رو برقرار کنید. بورژوازی در مقابلش دفاع میکنه، خرابکاری میکنه. با چی میخواد جلوش وایسین؟ با توده متشکل فقط میشه در مقابلش ایستاد، نه با اشغال میادین. این توده متشکل باید بتونه از خودش دفاع بکنه. تمام بحث مارکسیستا از مانیفست کمونیست تا امروز اینه که ما باید بعد از انقلاب توده‌ای اولا قدرت مقاومت بورژوازی رو که 10 برابر خواهد شد در هم بشکنیم. برای در هم شکستنش متاسفانه احتیاج به دولت جدید داریم، دولتی که در عین حال نه دولت هست چون دولت اکثریت هست. و تا امروز تکرار میکنم، از کمون پاریس تا امروز ما شکلی بهتر از شکل شورایی پیدا نکردیم. اشکال جنبشی تا به حال هیچ کجا جنبش های واقعی رو به جلو نبردن، در هیچ کجا دولت رو به عقب نشینی وادار نکردن، در هیچ کجا نتونستن هیچ نوع بدیلی در مقابل دولت موجود بورژوازی ارائه بدن و به نوعی در تکمیل کردن اون در واقع شرکت کردن. اینه اون بحثی که ما با هم دیگه مشکل داریم. حالا ما چرا میگیم که جنبش شورای اتفاقا در ایران میتونه خیلی آینده خوبی داشته باشه؟ به انقلاب بهمن نگاه کنیم، کمیته های محلات، کمیته هایی که در چیز رفیق مجی، اتفاقا اون اشکالی که در طی جنبش توده انقلاب بهمن شکل گرفتن بودن که در حال تبدیل شدن به قدرت دوگانه بودن و رژیم جمهوری اسلامی 2 سال با خونریزی شدید، با کشتار، با سرکوب، با زندان کردن جلوی تبدیل اونها به شوراها رو گرفت. اونها داشتن تبدیل می شدن و اینا خیلی خوب فهمیده بودن این رو. اتفاقا تجربه انقلاب بهمن به ما این اجازه رو میده که ما میدونیم که در بطن این جنبش این گرایشات شورایی وجود داره، این گرایشات این نوع تشکل وجود داره. این شعار نیست، توی جنبش ما ایجاد شد و تکرار میکنم به ضرب یک سرکوب خونین 2 سال اول و بعد در طول دهه 60 بود که در واقع این شوراها رو تهی کردن، تبدیلش کردن به شوراهای اسلامی، اجازه ندادن که تبدیل به قدرت توده‌ای بشن و این در حافظه تاریخی جنبش‌های طبقاتی ما باقی مونده. الکی نیست که الان در جنبش های کارگری در هفت تپه در جای دیگه مسئله اداره شورایی مطرح میشه. من اصلا بحثم این نیست که این اداره شورایی که اینا میگن دقیقا یک نظام شورایی شست و رفته رو تو کلشون هست و میدونن، نه، این رجوع به اون حافظه تاریخی همون جنبش قبله. رجوع این مسئله این هست که ما باید ترکیبی از هرچه بیشتر دموکراسی مشارکتی، هرچه بیشتر دموکراسی مستقیمتر رو بیاریم جلو. ولی در اشل یک کشور امکان نداره که بدون نوعی از نمایندگی ما بتونیم مسائل رو حل و فصل بکنیم. میبایستی برای تصمیم گیری در مسائل کلان نوعی از وکالت دادن رو به رسمیت بشناسیم. اختلاف ما با آنارشیست هم اینجاست و ما میگیم که اونجایی که دموکراسی مستقیم رو میخواییم ترکیب بکنیم با وکالت دادن، تا به حال جامعه بشری و جنبش کارگری شکلی بهتر از نظام شورایی به ما ارائه نداده. جلوگیری از اون اینکه اشتباهاتی رو که کردن تکرار نکنیم. اشتباهاتی که شد، استثناءاتی که قائل شدن، حق رأی عمومی رو محدود کردن، حق تشکیل فراکسیون ها رو محدود کردن، حق مطبوعات رو محدود کردن. درست جنگ داخلی بود ولی بعد از پیروزی جنگ داخلی میتونستن این کارو بکنن. یه سری اشتباهات فاحش توسط بولشویکا و خود لنین صورت گرفت که این وضعیت رو ایجاد کرد. ما درس داریم، میتونیم گفتین چه تضمینی داریم درس گرفتن اونجا. ما اون میراث رو به دور میندازیم. ما میراثی رو که اونایی که آشنا هستن میدونن، لازم نیست من دیگه تکرار بکنم، میراثی رو که در کنگره 10 حزب بولشویک به مثابه الگو و سیستم حزبی و دولتی مطرح شد رو ما به دور میندازیم. برمیگردیم به اون جنبش های شورایی که درست تا قبل از اون بودن و اتفاقا بولشویک ها در این که این قدرت تبدیل به یک قدرت واقعی بشه و تبدیل به یک قدرت دوگانه بشه رو بیشترین نقش رو ایفا کردن. در جنبش های ما به دلیل وجود این اشکال در جنبش بهمن محتمل ترین، نه 100%، محتمل ترین پیشبینی اینه که نوعی از همون جنبش های شورایی، جنبش های کمیته های محلات و غیره میاد. یعنی شوراهایی که در محل کار تشکیل میشن، شوراهای تولیدن، شوراهایی که در محلات تشکیل میشن، شوراهای جغرافیایی هن، ترکیبی از اینها. یک جا کارگر به عنوان عضو کارخونه رای میده، یک جا کارگر به عنوان شهروند میره رای میده و اونجوری که به درستی رفیق روز بگفت، با انقلاب الکترونیکی که اتفاق افتاده، با انقلاب ارتباطات عمومی که اتفاق افتاده، مسئله مشارکت مردم در جایی که تکرار میکنم شما به نقد دستگاه بورژوازی رو در هم کوبیده باشید، دیوان سالی بورژوازی رو از بین برده باشید،
پست های عالی رو که بورژوازی این رو منصوب میکن میکرد و میکنه تا امروزی که هستیم رو ازشون گرفته باشین و در تمام سطوح به اصطلاح مسندها و مسئولیت ها رو قابل عزل در هر لحظه بدونید. اصل کمون، اون ویروسی که کمون وارد دموکراسی بورژوایی کرد، اصل نه تنها حق نه تنها انتخاب کردن بلکه حق عزل کردن، این رو در گسترده ترین شکل میبایستی ازش حمایت کرد، ازش دفاع کرد. این اون تضمینی هست که اجازه میده ما جلوی گرایش به بوروکراسی رو که در هر تشکلی وجود داره، هر تشکلی، دموکراتیک ترین تشکل هم شما بگید، همین جنبش های اجتماعی اشغال میادین هم بگیرین، بالاخره دو سه نفر هستن که میان جلو که برن با تلویزیون ها مصاحبه بکنن، بورژوازی هم روشون سرمایه گذاری میکنه، اینها رو میاره جلو و تبدیل به یک کاستی میکنه ورای این جنبش ها. با اینها همه اینها باید مبارزه کرد، ولی شما بدون اینکه یک دولتی رو به صورت توده در حال عمل، دولت متشکل از خود مردم، نه دولت نیابتی، شوراها اون شکلی هستن که اجازه میدن به حداقل برسه این مسئله نیابتی، مسخ شدنش، بروکراتیزه شدنش در انقلاب روسیه یک واقعیته، میشه راجبش مدت ها بحث کرد، ولی در این که اون جنبش ابتدایی که راه افتاد به واقع جانشین دستگاه دولتی داشت میشد و به واقع داشت اون رو از بین میبرد که با یک ضد انقلاب روبرو شد، اون بحث دیگه است. ما حرکتی که استالین و رفقاش کردن، یعنی این جناح کرد، یک ضد انقلابی بود علیه شوراها و از شوراها فقط اسمش موند، ولی تو اون چند سالی که این شوراها حرکت میکردن نقششون بسیار مهم بود و به ما اجازه میده که فکر بکنیم که اجازه بدین فکر بکنیم که با درس گرفتن از اون ما میتونیم نوعی عالی‌تر از جنبش شورایی رو بیاریم و این به هیچ وجه شکل گذشته و فراموش شده ای نیست و در تمام جنبش های امروز هم ما این رو میبینیم. مرسی. در حقیقت شما معتقدید که اون چیزی که در بعد از انقلاب اکتبر رخ داد محصول به اصطلاح دموکراسی شورایی یا اشکالات بدیل شورایی نبود، محصول مسخ شدن اون دموکراسی شورایی بود، یعنی دور شدن از شعار همه قدرت به دست شوراها، بی‌اعتقادی به حقوق برابر حقوقی شهروندان، حق رأی عمومی، آزادی های بی‌قیدشت و غیره. خب رفیق روزبه، شما البته میتونید به انتقاداتی که رفیق فراهانی کرد یا نظرات رفیق دارابگی هم پاسخ بدید. سوالی که الان برای من وجود میاد، با کماکان برای من هست، اینه: شما میگید از دموکراسی مستقیم، من هرچی جستجو کردم میبینم که در تاریخ وقتی صحبت از دموکراسی مستقیم میکنیم یعنی که بی واسطه وکیل و وسیع و نماینده مردم مستقیما بیان تصمیم بگیرن یا نظر بدن. تاریخ دو نوع از این دموکراسی مستقیم رو به دست داد، یکی مجمع عمومیه، یعنی مثلا کارگران یک کارخونه مجمع عمومی تشکیل میدن، یا مثلا حتی سرمایه‌داران صاحبان سهام پپسی کولا مجمع عمومی تشکیل میدن، مثلا هیئت مدیره رو خودشون انتخاب کنن یا فلان تصمیم بگیرن یا مثلا فلان مزه رو به فلان نوشابه اضافه کنن یا نکنن، درست؟ یکی مجمع عمومیه. خب در اشل کوچک، یعنی در یک روستا، در یک کارخونه، در یک اداره، در یک دانشگاه، در یک مدرسه شما میتونید مجمع عمومی برگزار کنید، ولی مثلا شما در یک کلان شهر مثلا 12 میلیونی که نمیتونید میخواهید تصمیمات کلان بگیرید برای کل تهران، مجمع عمومی 12 میلیونی که نمیشه برگزار. این یه حاله. یکی هم رفراندوم هست، یعنی از طریق همه پرسی رفراندوم، که الان کشور سوئیس هم کشور رفراندوم دیگه، مثلا هر چیز کوچه در به غیر از اون چیز مقدس مثل مالکیت خصوصی شما میتونید رفراندوم برگزار بکنید، که در اون رفراندوم هم مثلا تو همین انتخابات رفراندوم ایرلند مثلا در مورد اینکه آیا همجنسگرایان حق ازدواج دارن یا ندارن مثلا رفراندوم کرد، یا مثلا حق سفت جنین مثلا میان در برخی کشورها رفراندوم. سوال اینه، غیر این دموکراسی مستقیم که میگیرید یا مجمع عمومیه یا رفراندومه، دیگه چه اشکالی وجود داره که شما بعد میخواید بشینید تصمیم بگیرید، مثلا میخواید تصمیم بگیرید که مثلا سیاست خارجی ما چی باید باشه و بعد برفرض که تصمیم تونستید بگیرید در این کشور 80 میلیونی، چه کسایی اینه اجرا میکنن؟ مثلا آیا ما در این کشور مورد نظر شما، در این ندولت دولت پژمرده شما، وزیر خارجه داریم نداریم؟ حالا وزیر اسمش رو بذار خدمتکار مثلا، من نمیدونم بخش منم وزارت صنایع مثلا داریم نداریم، سیستم دادگستری به چه ترتیبه، یعنی یک سری رو افراد آیا انتخاب میشن که مجری تصمیمات این نهادهای توده‌ای باشند یا نه،
یعنی این اصل انتخاب یک سری افراد اصلا مجری، اصلا اسمشون نذار مثل این دموکراسی های پارلمانی لیبرالی رپرزنتیتیو، یعنی نماینده طرف یه بار 4 سال یک بار انتخاب میشه، بعد میره هرچی دل تنگش از اون پارلمان اجرا میکنه، کاری هم نداره، تودی به تودی رای دهنده چه وعده ای داده. دلگیت باشه یعنی که آقا تو فرستاده هستی، میری اون بالا که خواست های این نهاد تودی ما رو تو اونجا اجرا کن، هر موقع اجرا نکردی تو رو میکشیم پایین. یعنی نه، آیا در این تصمیم گیری در دموکراسی مستقیم افرادی به عنوان مجری، نه به عنوان که مثلا فعال ما اجرا، به عنوان مجری تصمیمات اکثریت این توده وجود دارن و آیا این مجریان انتخابی هستن یا نه و میکانیزم این انتخاب چی؟ بحث آره دیگه، وقتی مینیاتوری میشه بحث دیگه، اون بحث نیست، اون یک بحث فنی هست که باید نشست توی اتاق ها و این ور اون ور بحث کرده. بحث اینه که دموکراسی مستقیم یک خط راه برده، یعنی ما از استراتژی های کلان و جهت دنده صحبت میکنیم، شاخص های هستن که چپ خودشو با این شکل میده، تعریف میکنه. یعنی بله نظام موجود ساختار بندی میشه با همین چیزا که شما میگید، وزیر به خارجه داره فلان داره، ولی چپ اینجا چی کار هست؟ چپ خود اون نیست، این که بریم جای اون بشینیم کرسی رو اشغال کنیم، اون پروژه که شما الان بخشن بعضی از رفقا بچه‌ها میکنن، اون چپ نیست. اون چپ در واقع اون لباس پوشیده آخرش هم محصولش همون خواهد شد تا حالا بیرون داده خوبیدی شد. تمام اینا با نیت خیر رفتن، اینطوری رفتن که چپ نبودن، اعتقاد نداشتن ماشین نظامی فلان بس از بین نره. بحث اینه که چپ در بیرون از قدرت این دموکراسی رادیکالیزه میکنه، یعنی همین نمایندگانو که مثلا فرض کن شکل گرفته زیر فشار قرار میده، برای اینکه بیشتر مجامع عمومی یا مجامع عمومی یا نهادها مداخله کنند. هر چه بیشتر چپ نقش آفرینی میکنه در جهت تقویت این در واقع دموکراسی، دموکراسی به سمت مستقیم بره، این خط راه برشه. ولی اینکه خودش بشینه دفاع کنه، ایدئولوژیزه کنه، توریزه کنه که وکالتی میشین دیگه چپ نیست، این قیمه، حالا اسمش هرچی بخواییم بذاریم. ما مخصوصا در دنیای امروز این دیگه اصلا بدترین نوع قیمه است. یعنی امروز جنبش ها میفهمند و جریان هستن، هی ما بخواییم یه سلسله مراتب ایجاد کنیم نظرات، این که مثلا سخنگو میشن هماهنگ کننده بدیهی است که اینا وجود دارن بدون اینا معنا نداره، ولی محتوا و خونی که در درون جاری میشه مهمه. اون مقدار که بوجوازی مانع میشه، الان چون مثلا این چیزا که ما میبینیم که خیلی قوی نیست که مجامع عمومی یا مثلا میدان ها رو که رفیق مطرح میکنه، اینا نمیگه که بوجوازی تمام قدرت رو سکاندار قدرت دیگه در جهان، تماما انرژیش اینه که اینها رو سرکوب کنه و اجازه نمیده که اون مقدار که بشر تونسته امروز دستاورد داشته باشه برای اعمال دموکراسی مستقیم با هزاران ترسن و قدرت رو جلوشو گرفته و حالا بحران نمیشد جهان. که مهم اینه که اراده جامعه بشری نمیتونه جاری بشه به خاطر این پیچ و مهره ها. حالا چپ بیاد اون لباس بپوشه در اونجا پوشگردون زیر پای خوش بذاره همونطوری بخواد حرکت کنه نمایندگی، این به معنی نیست که عقلتو به من بسپر، تو عقلت من تصمیم جات میگیرم. وقتی قدرت هم منتزه بشه، اگر نه اون منظورتون اینه که اون نتونه این کار بکنه، اون همون دموکراسی مستقیمه، یعنی به مقداری که اتفاق میفته. منم نمیگم که دموکراسی مستقیم هر لحظه، این یک فراینده، بشر در حال شدنه، ما میتونیم این کار بکنیم. این یک. دوم این مسئله اینه که صحبتهایی که رفیق قرآن کرد، مسئله بدیل اگر از دل جامعه موجود مناسبات نداشته باشه، مناسبات سوسیالیستی پایه‌هاش زمینه‌هاش وجود نداره، شکل ندیه، اصلا اتفاق نمیفته. فکر کنیم قدرت سیاسی بگیریم بعد خلاقیت در بعدش، این همون ماجرایی بود که اتفاق افتاد. از ذهنت یک برنامه بیاری، یه ایدئالیسم به اراده‌گرایی تمامیت خواهی، یعنی نمیتونه اصلا اتفاق بیفته، هرچه اتفاق بیفته تو گذشته سالا اتفاق نمیتونه بیفته، شرایط عوض شد. پس بنابراین بدیل به معنی ماتریالیستیش واقعیش اینه که سرمایه‌داری که انگلی شده مناسبات بدیل در خودش میافرید و بسیار وجود داره. یک موقع بعد این بحث کنیم که چپ برای اینکه چپ بمونه باید از گردونه مناسبات امروز همه
مثل کارگر موضوع سرمایه رو پروار میده، نظام رو پروار میدن. هم امروز ما هر کاری کنیم تو هر اداره سیستمی داریم بورژوازی رو پروار میکنیم. هیچ راهی نیست. حالا اینو یک جا ما بعد جداگانه صحبت کنیم ببینیم که تو این سیستم موجود اصلا میشه چپمون. اون چپی که صحبت چه میکنه، اون باید مناسبات بدیلش رو تا آبونیش رو زیر میدید که هر چی میخواد ایجاد کنه از همین حالا ایجاد کنه علیه. اون تا من گفتم دو بازو داره، هم در بطن جامعه ایجاد کنه مناسبات رو معلومه که هم استثمار کرد، هم بود، هم سرمایه دار رو فربه کرد، هم سرنگونش کرد. مگه میشه کارگر هم فربه کنم سرنگون کنم؟ که ما این کلان همینطور درست کنم این اتفاق نمیفته. مسئله بر سر اینه که ما بتونیم مسیر رو درست انتخاب کنیم و جهت رو. اینم یک مسئله. مسئله حق رأی همگانی. شما من صحبت کردم هیچ جوابی نگرفتم. گفتم خود این نظام شورای فراگیر یک تمامیت خواهی فراگیر، نه نظام شورایی، خطرناکه. یعنی یک شکل، یک ابداع، یک برای کل جامعه بشری. این چیزی که حالا نتونست بشر این کار کنه، ولی اونایی که تونستن هرچی بیشتر یک شکل یا یک نظامی حقنه کنن دیدیم سرنوشتشون تو چپ ها. اصلا نباید دنبال یک نظام فراگیر یک شکلی رفت. در جامعه، در ذهن میگم، الان ما که قدرت نداریم، هیچی هم نداریم خوشبختانه، ولی چپ وقتی این مدل تو ذهنش ساخته و پرداخته کنه، اگر هژمونی به دست بره خب معلومه آبی که براش وجود داشت چه خواهد کرد. نظام فراگیر این اولین اصلا نقض کننده آزادی بی قید و شرطه. این نوع ثانیاً خودش وقتی شکل بگیره میگه حق آزاد ادعاست دیگه، همه میدن. میگه فکر میکنید تو این قوانین اساسی همین جمهوری دموکراتیک آلمان چی بود؟ همه چی بودن؟ 17 18 تا سازمان حزب همه تو کاغذ وجود داشتن. کشورهای استبدادی دیگه هم همینطور. ببین مسئله بر سر اینه که شما وقتی که قدرت رو در دست میگیرید، بعد وقتی که میگید آزادی بدین و قید شرط، به محض اینکه آزادی واقعیت پیدا بشه اولین کاری میکنم ممکنه همون تمامیت نظام فراگیر زیر سوال ببرم. همون لحظه هستن بگیم اجازه میدیم نمیدیم، معلومه دینامیزم قدرت اجازه نمیده. حالا ممکنه اینجا بشینیم در هیچ کار نیست بگیم بله میکنیم، این بحث اخلاقیست. حالا ممکنه یکی اینطوری بکنه جنگ، ولی در زندگی واقعی اون معلومه که اجازه نخواهد داد اون نظام بدیل که حتی تأسیس کننده هست زیر سوال بره. اینا دو تا چهار تا است. شما هیچ کدوم از اینا نمیدید. بعد در مدایع، در نمیدونم مزایای یه چیزای صحبت های بودیش ربطی اصلا نداره به موضوع، مال گذشته هست، هرچی هست مربوط به گذشته هست. مهم اینه که امروز ما بتونیم بر مبنای دستاوردهایی که برای دموکراسی فراهم شده اندازه اون جلو بیاییم. من گفتم شوراها، نگفتم شوراها بدن، که فراگیرش که مسلم غلطه اصلا اشکال هست و این اصلا نباید توزه. دوم نگفتم شورا باید بسیار عالی، گفتم من گسترش داد شوراها به معنی این هستش که هرچی دموکراتیک‌تر بشه، یعنی مستقیم‌تر بشه انتخابات، نمایندگی ازش هست بشه. این مشارکت درش بدیم یعنی که داری فراگیرش میکنین دیگه. با چی؟ شورا را گسترش بدیم یعنی داری هرچی بیشتر فراگیرش میکنین. نه دیگه، وقتی که فراگیری رو مطلق میکنی این یه شکلی رو به اصطلاح که جامعه هم هنوز نظر نداده در واقع فراگیر محسوب شده. من نشنیدم هیچ طرفدار بدیل شورایی بگه مثلا من مخالف مثلا سندیکا هستم، مخالف قانون هستم، مخالف انجمن هستم. مثلا سری که مکانیزم، مثلا من یه مثال میزنم، یه تجربه رجاوا ما داریم درست، حالا سفره هر نقدی میتونیم داشته باشیم. مثلا شهری، مثلا تحقیقی اومد، مثلا شهری به نام قاسم بود، یه شهری که از شهرهای کردستان شرقی کردستان سوریه است، رجاوا. در هر محله اینا شورا ایجاد کرد درست، 90 تا شورا تشکیل داد. بعد خب یک سری تصمیمات محله رو خود اون شورا میگیره، ولی تصمیمات کلان شهر قاسمرو چجوری گرفته میشه؟ از هر شورا نمایندگانی میرن در جایی اسمشو گذاشتن سرای ملت، اونجا تصمیم گیری های مربوط به کل اون شهر رو میگیرن. ولی در مکانیزم مورد نظر شما این نامشخصه. مثلا من الان چند بار سوال کردم آیا اون نظام مورد نظر شما قانون اساسی داره یا نه؟ اگه داره چجوری تدوین میشه؟ یعنی کی تدوین میکنن؟ اگه یه عده باید بشینن تدوین کنن دیگه، یعنی 80 میلیون با هم تدوین میکنن یا یه عده منتخب هر زمان قابل عز با اختیارات محدود هر زمان خاصی بزن رو سرش؟ در این شکی نیست، ولی به هر حال یه عده باید برن اون قانون اساسی رو تدوین کنن. که فکر میکنین که
رژوا مثلا، رژوا اولا اینکه اگر اون شوراها رو مطلق بکنه اشتباه، ثانیا نکرده، اشکال دیگه هم از در کنارش. یک، دو، این تصور که با فراگیر کردن نظام مثلا شورایی فراگیر مسئله حل میشه، این اصلا صورت مسئله هست کردن، به خاطر اینکه جامعه وقتی طبقاتی باشه، این از شرایط در میاد، این دفعه نه از شکل. ما به قول معروف جادوی واژه ها رو نداریم، مسئله اینه که طبقات میان در قالب شوراها، چون حق همون که میگه میزن طبقاتی مهم نیست، جنسیت مهم، ملی مهم، هیچی مهم نیست، گفتیم دیگه. خب این به معنی است که شوراها چند طبقه هستن، هیچ فرق نمی کنه. مسئله بدتر میشه، مزمنتر میشه، به جای اینکه شفاف بشن سفارایی های بوزبایی، سفارایی های پرولتری تو هم میرن و اصلا از اونجا فلج میشن، از اونجا اصلا نابود میشن، از اونجا اصلا اراده‌ای وجود نداره. این تصور، گفتم این تصور تمامیت خواهانه خیالیست. اگر اتفاق بیفته که بدترین نوع سرکوب، اگر هم نیفته که، یعنی اتفاق اینجا به این شکل بیفته که جدال‌های درونی اونو از هم متلاشی خواهد کرد. پس بنابراین این اصلا در واقع تصورات، این خیال‌هاست، اینا اتفاق نمیفته. مسئله دیگه اینه که من دارم اینو مطرح میکنم، این بتوارگی ما احساس میکنیم، این اشکال، ببین شورا بیاریم امروزیش کنیم، یعنی با اندام امروز بشر، ما 100 سال پیش فکر نکنیم، اشتباه ما همینه. اینجا معلومه که شورا دیگه به اون شکل اتفاق نمیفته، ساختار بندی. مشکل اصلی من اینه که اون شورا مضمونش که شورا و مشارکتی باشه باید باشه، ولی ساختار بندی کردنش به اون شکلی که وکالتی همه جا فلان، اون اصلا مربوط به گذشته است و سلسله مراتب و اصلا خفه کننده است. اون به معنی اینه که عقب مانده ترین شکل دموکراسی را میخواد نمایندگی کنه، دموکراسی غیر مستقیم. من حرفم اینه که دموکراسی اگر هر چی غیر مستقیم تر باشه کمتر مشارکتی، برعکس، یعنی اینا یک رابطه اینطوری با هم دارن، برخلاف اون تصور رایج که من میبینم. هر چی دموکراسی مستقیم تر باشه مشارکتی تره. شما غیر از مجمع عمومی و رفراندوم شکل دیگری از دموکراسی مستقیم رو سراغ دارید؟ ما که شکل ها رو که جنبش ها می آفرینه، همون شوراها رو تا چند سال پیش کسی اصلا فکرش نمی کرد. یک، دوم، مسئله گفتم که شبکه ها، قبلش صحبت کردم، کمی الان پیدا شدن شبکه ها، زمینن فقط رسانه ها نیستن، فقط اینترنت نیست، شبکه های واقعی هستن، یعنی افقی در زندگی. این که آمریکا تونسته در فرانه میگه خفه کنه، آمریکا میگه چی رو نتونسته خفه کنه؟ اون شبکه ها که اصلا دیگه وجود ندارن. این چپ ها هستن که الان میبینی که تو آمریکا همین جنبش های جدید، نمیگم دستاوردی که من مورد ازش دفاع میکنم، ولی دارم نتایجش رو میگم، میبینی که 7 تا کاندید میان 5 تاشون ادعای چپ دارن. اینا هستن در آمریکا قابل تصور نبود. این جنبش های جدید هستن که اصلا مسئله چپ و سوسیالیسم و مسئله برابری رو علیه در واقع نظام طبقاتی عظیم دموکراسی دفرمی شده رو مطرح کردن. ما نمیبینیم اونتا در اشکال معینی که دنبالش هستیم عنوان راندمان، نمیبینیم حرکت هایی که در جامعه داره. رفیق روزبه، فرزند یکی از همین جنبش های کف خیابان، جوان کورتز، کارگر گارسون، الان نماینده کنگره است، داره از همون میکانیزم استفاده میکنه. خب اگر میخواید جملتون رو پایان بدید، من از رفیق داراویگی سوال داشتم. من در واقع بحثم این بود که آره، یه جمله میخواستم بگم که چپ خوبه که با برنامه خودش بیاد، زودرس نپره رو میدون پا برنه، بخواد برای جامعه برنامه بده. دولتی که من میگم دولت گذار منفی نوین، دولت من نیست، دولت در واقع گذاریست که زیر فشار جنبش مجبور میشه که خودش رو بسیار جنبه طبقاتش رو تضعیف کنه، جنبه خدمات اجتماعیش رو تقویت کنه. اون چیزی که میخواستن در شرکت در قدرت اتفاق بیفته نیفتاد، دموکراسی رو تقویت کنن، دموکراسی مستقیم اتفاق نیفتاد، حالا از طریق در واقع بیرون از قدرت فشار جامعه وقتی سرریز میشه، چون اونجا استحاله پیدا کرده، خونسار شده، شکست خورده، یعنی بیلان گذشته که راستی آزمایش شده جلو ماست، بیرون از قدرت این مسیر رو طی میکنه، درست همین برنامه ها رو اگر داره راه میده، زیر فشار قرار میده دولت رو، یعنی جریان ها رو، به معنی نیستش که
به اصطلاح ما نداریم اینا رو و نمیخوایم داشته باشیم. برعکس جامعه مهندسی خودشو داره، نظام خودشو داره، جنبش ها میان یک چیزی هم ایجاد میکنه، ولی ما در واقع چپ سعی میکنه اینو تقویت کنه، رادیکالیزه کنه در جهت هایی که دارم میگم. مرسی. خب رفیق داره بگی این نقد هایی نه فقط از سوی چپ، که همیشه خب تاریخ چپ تاریخ نقد نه تنها اقتصاد سرمایه‌داری بلکه تاریخ حکومتداری بورژوایی هم هست، تاریخ نقد دموکراسی های نیابتی و لیبرالی و پارلمانتاریسم بورژوایی هست، اما نقدهای از درون خود تینک تانک های به اصطلاح روشنفکران بورژوازی هم صورت گرفته. این میگه این جواب نمیده، این سیستم که مثلا یعنی از مادلن اوربرایت تا توماس پیکتی تا فوکویاما میگه این دموکراسی که اصلا کشکه، یعنی ما واقعا مردم رو مثلا تو آمریکا که واقعا فرقش با شوروی اینه که سیستم دو حزبیه، دو تا حزب میلیاردر هر چند سال یک بار مردم رو میارن پای صندوق، بعد رئیس جمهورش هم که مثلا با 20% آرا میشه رئیس جمهور، درست؟ یعنی حتی واجدین شرایط که اصلا یعنی خودشون هم فهمیدن که کشکه. من سوالم از شما اینه که نقد شما به دموکراسی لیبرالی پارلمانتاریزم بورژوایی چی هست؟ یعنی مثلا خب تا کنون من اینجوری تصور داشتم که مثلا نه اونایی که خب راستن طرفدار نظام سرمایه‌داری هم میفهمن که مثلا میگن مجلس معلی علی رضا پهلوی تا جمهوری خانه سکولار تا انواع اقسام سوسیال دموکرات ها همه میگن مجلس مولا، تا چپ حزب چپ فدایان خلق تا من نمیدونم چپ سانتریس همه میگن مجلس موسسه. اون بخش از چپ انقلابی که خواهان عبور از سرمایه‌داری هست، اون بخش که کماکان طرفدار مثلا مجلس موسسان هست، من تاکنون این تصور را داشتم یا شاید این توهم را داشتم که آقا ما قراره بریم تو مجلس موسسان اونجا اکثریت به دست آوردیم، تو اون قانون اساسیش قرار ما دموکراسی مشارکتی شورایی واقعی رو بچپونیم یا بگنجانیم مبتنی بر گذار به اقتصاد سوسیالیستی. قرار نیست اونجا ما رفتیم مثلا از توش مثلا مجلس سنا در بیاد، مجلس عوام و عیان در بیاد و اینا. در این مورد نقد شما به دموکراسی لیبرال اصلا معتقد هستید که ما کمونیست ها فقط به لحاظ اقتصادی بدیل نداریم، بدیل ما سوسیالیستی، مالکیت اجتماعی، لغو کار مزدوری یا به تدریج یا بنامیرم فلا، بلکه در حوزه حکومتداری در حوزه اداری جامعه و دموکراسی هم بدیل ما آشتی ناپذیر به نحو دهشتناک مثلا چیه کاملا متفاوت با اون دموکراسی لیبرالی بورژوایی مورد نظر سرمایه‌دار، البته با اون بخش از سرمایه‌داران که بلافاصله نمیخوان فاشیست رو بکش بکش را بندازن. خب من فکر کنم این پرسش جواب داده اما توضیح بیشندم. نخواست این که یه روتا به رفیق فراهانی پاسخ بدم، اصلا منظورم این نیست جامعه ایرانی به فئودالیه، گفتم آثار فئودالیسم و قبیله ای در این حکومت جاریه، دادگستریش فئودالیه، قبیله ایه، اداره امورش خانخانیه، یعنی این نیست حتی در اون چارچوب خودشونم یک اصولی برای انتخاب باشه، یک شورا گذاشته دلش میخواد به هر کس رأی بده بیا تو، این در چارچوب سرمایه داریه، اقتصاد در چارچوب سرمایه داریه، اداره در چارچوب سرمایه داری نیست. اما نقد ما به سرمایه داری چیه؟ نقد ما به دموکراسی چیه؟ اول اینکه وقتی از مجلس مؤسسان دفاع میکنیم، مجلس مؤسسان به معنای پذیرش رأی اکثریت مردمه. اون چه که به اسم نماینده پارلمانی جاری شده، نظام بورژوازی جاری شده، یک بخشش این است که مردم را پاسیف کردن، یعنی مردم را بی‌تفاوت کردن. در همون آمریکا که شما اسپردید می‌بینید که در خوشبینانه ترین برآورد 50% دارندگان حق رأی شرکت می‌کنند، برای اون 50% دیگه بی‌تفاوت کی حکومت می‌کنه، یعنی سرمایه‌داری مهمترین
نقشش این بوده که مردم را نسبت به زندگی به قول مارکس الینه کرده، از خود بیگانه کرده. از خود بیگانگی اولین مشکلی است که نظام پارلمانی و دموکراسی غربی برای شهروندان ایجاد کرده. اما در بعد همین جامعه بورژوازی سنتی امروز نیروهایی سر در آوردن که به طور جدی این را زیر سوال قرار دادن. مثلا همین جنبش محیط زیست اگرچه در چارچوب سرمایه داریه، ولی اگر محیط زیست توجه بشه در چارچوب سرمایه داری، این جنبش نمیتونه بمونه. این جنبش تنها میتونه فراتر از سرمایه داری بره. ما از چه دفاع میکنیم؟ از چه؟ چرا من با کنگره شوراها مخالفم؟ به این دلیل مخالفم که ذهنیه. در انقلاب اکتبر شوراها کارگری بود و دهقانی. عامل مشترک کارگر و دهقان هم ارتش بود. میلیون ها دهقان را ارتش تزاری برای جنگ بسیج کرده بود. حالا شعار ضد جنگ بولشویکی، سلطلبی بولشویکی، کارگر و دهقان را در ارتش متحد کرده بود. مبارزه با جنگ، مخالفت با جنگ. در خوشبینانه ترین برآورد، جمعیت کوچیکی که در برگیرنده شاید 15-20% جمعیت روسیه بود، شوراهای کارگری و دهقانی را تشکیل داده بودند. رفیق فرهانی، اگر شورا بود استالین نمیتونست سرکوبش کنه. من اتفاقا از این جهت به قوه قضایی مستقل پابندم که با اون دادگاه‌های استالینی مخالفم. اگر در روسیه دادگاه مستقل بود، استالین نمیتونست بخارین را اعدام کنه، نمیتونست تروتسکی را در اونور دنیا ترور کنه، اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی را اعدام کنه. فقط این نیست بگیم یک فرد کرد، یک نظامی را آوردن. شوراها شد پوشش قدرت، قدرت را حزب کمونیست کسب کرد. سازماندهی حزب، تمام گفتگوهای دوره علمی را میخونید، وحدت حزبیه. شورا بیرنگه. اونجایی که ما شورا را بزرگ میکنیم، شورا بزرگ نیست. شورا اتفاقا ابزاریست در دست ارتش سرخ. اجازه ندادن تشکل کارگری وجود بیاد. خود تروتسکی که اوریزه کرد، سندیکای کارگری را منحل کرد. گفت در دولت کارگری کارگر حق نداره روزنگی دولت باسته. امروز هم وقتی ما میگیم کنگره شوراها، آیا شورای کارگری میگیم؟ شورای محلات میگیم؟ اگر شورای محلات میگیم، یک آدم دو بار رأی میده. یک بار به عنوان کارگر کارخونه تو شورای کارگری، یک بار به عنوان ساکن محلات. بعدم اشتباه نکنید رفقا، شورا حتما به معنای سوسیالیستی نیست. شورا هم میتونه بورژوایی باشه. از محلات عیان نشین پاریس بورژوازی اومد تو کومون. از محلای عیان نشین تهران هم شورای اسلامی در میاد، شورای ارتجاعی در میاد. نه در تهران، در اصفهان، در کرمانشاه، در رشت، در یزد، در مشهد، در هر جای دیگه. وقتی که از شورا دم میزنی، اگر بشه شورای محلات، همون مجلس مؤسسانه. از اون بدتر، مجلس مؤسسان مستقیم، هر فرد در برابر مردم مسئولیت داره، میتونه شماره برابر زن و مرد باشه. به این شورا میرسه، میشه سلسله مراتب. مردم به کسی رأی میدن که نمیشناسن. مثال بزنم، تهران بزرگ با 14 میلیون جمعیت، فرض کنیم از این 14 میلیون 140 نماینده بره بالا. این 140 نماینده از بین خودشون 14 تا انتخاب میکنن. اون پایینی ها دیگه این 14 تا رو نمیشناسن. هر کس نماینده خودش رو میشناسه. کسی برای مردم تصمیم میگیره، مثل همون پلیت برو. یعنی ما به یک دست میگیم دیکتاتوری پرولتاریا رو قبول نداریم، از یک طرف دیگه میگیم
کنگره عالی شوراها. کنگره عالی شوراها همون نقش حزبی را بازی میکنه، مگر اینکه پیشاپیش بگیم نه، کارگری که تو کارخونه رای داد دیگه تو محلات رای نمیده، کارگری که تو محلات دیگه رای نمیده. این که شما میگید نیست، میشه مجلس مؤسسان، اسمش هست کنگره عالی شوراها، با این تفاوت مجلس مؤسسان یک طبقه است، این دو طبقه است به شکل فئودالی، منتها فئودال از بالا به پایین میاد، این از پایین به بالا میره. بله، البته ما در انقلاب بهمن ما تجربه درخشان شوراهای ترکمن صحرا رو داشتیم که اونجا دهقانان مثلا در هم کشت شورایی میکردن، هم کانونهای سیاسی فرهنگی ایجاد کرده بودن و بعد از صدها روستا نمایندگانشون میومد، تصمیمات کلان مربوط به اون ترکمن صحرا رو میگرفت که رژیم هم وحشتناک سرکوب کرد. ترکمن صحرا رو نیروی نظامی فدایی آزاد کرد و شورا آزادش نکرد. منتخب دهقانان و شوراهاش بود، یعنی اون توماج و جرجانی و واحدی اینا همه منتخبه. حالا ممکنه که مثلا یک بار چکمان که در انقلاب روسیه هم کارگران مثلا بولشویک رو انتخاب کردن. شما من کاملا قبول دارم که ممکنه حتی در شوراها هم، چه شوراهای محیط کار و چه شوراهای محیط زندگی، مردم مثلا کسایی رو انتخاب بکنن که اصلا هیچ اعتقادی به سوسیالیسم ندارن، حتی دشمن سوسیالیسم باشن. یعنی اون میتونه کاملا رخ بده، من کاملا با موافقم. خب رفیق بهروز، رفیق مجید اشاره کرد انقلاب اکتبر، گفت اونجا شورای کارگران دهقانان سربازان بودن، مفتنی هم بود بر نابرابری حقوق شهروندی و در تجربه این که باید مثلا کنگره شوراها عالی‌ترین ارگان تصمیم گیری باشه، با اتکا بر اون تجربه که در واقع محصول مسخ شدن حاکمیت همه قدرت به دست شوراها بود، نه محصول اجرای اون. در این زمینه و سایر نکاتی که رفقا گفتن حضرتون میشنویم لطفاً. چشم. خب ببینید، من اینجا نیومدم که من نیومدم راجع به تاریخ انقلاب اکتبر حرف بزنم. اون اول رجوعی که دادم و روزا لوکزامبورگ و اینا رو مطرح کردم فقط برای این بود که بگم رهبران بزرگی که ما تا امروز میشناسیم در بهبویی که در مقابل سوال کنگره شوراها یا مجلس مؤسسان قرار گرفتن، همشون رأی به کنگره شوراها دادن، از جمله رفیق روزا لوکزامبورگ، چون بخشی از چپ ایران تبلیغات نادرستی میکنه که در حد معینی حتی جعلی هست، که تو گویی روزا لوکزامبورگ اونجایی که در مقابل این دو بدیل خودش قرار گرفت از مجلس مؤسسان دفاع کرد. به هیچ وجه. کنگره شوراها را آورد، مقاله‌ای هم داره اصلا تحت همین نسم نوشته هستن در دسامبر 1918 یک مقاله‌ای داره به اسم دولت مجلس مؤسسان یا حکومت شوراها، و صریحا میگه حکومت شوراها وقتی که در مقابل این قرار میگه. من فقط اون بحث آوردم برای این، بحث ما هم تکنیکی نیست و اصلا به خصوص بحث انقلاب روسیه رو بخوایم الان و بعد از 100 سال توی مال ما پیاده بکنیم که اصلا پرته، چون اونجا به خاطر توافق دهقانان اصلا حق رأی عمومی رو به رسمیت نمیشناختن، نه بولشویکا، منشویکا و دولت موقت بورژوایی حق رأی رو، هر 5 رأی دهقان رو برابر با 1 رأی کارگری گرفته بود، اصلا رأی عمومی رو هیچ کی بهش اعتقاد نداشت، خیلی وضعیت ویژه‌ای داشتون، یک امپراتوری اون نیمه فئودالی نیمه سرمایه‌داری در واقع بود، بخش اروپاییش سرمایه‌داری امپریالیستی بود، بخش آسیاییش توی نیمه فئودالیسم داشت دست و پا می‌زد و غیره این حرفا. اصلا وارد کردن مباحث تکنیکی که مربوط به نحوه جاری شدن دموکراسی شورایی در اون موقع بوده و الان رفتی نداره. همون موقع هم شما میگید شورا میتونه ارتجایی باشه، خب مگه در فاصله فوریه تا خود اکتبر شوراهای روسیه قدرت رو دو دستی تقدیم بورژوازی نمیکردن؟ تمام بحث لنین بدبخت با بولشویکا سر همین بود که آها شما قدرت دستتونه دارید میدینش به اونور، نکنید این کارو. اما چرا تو شورا وا میستادن؟ چون شورا اونجاییه که مبارزه عملی مردم رو سازمان میداد. اینا با هر قدم مبارزاتی خودشون به اندازه 10 تا کتاب و تئوری و این صحبت گفتار انقلابی چیز یاد میگرفتن و از این زاویه بهترین ظرفی بود و هست که میتونه اینها رو به جلو ببره. در جنبش ما
اتفاقا حافظه طبقاتی زیادی داریم. فقط شورای ترکمن صحرا نبود که آرش به درستی گفت که از پایین سازماندهی میشد. در کردستان هم هر جایی که قدرت مرکزی تضعیف شده بود و این اون بحث معروفه در هم شکستن دستگاه دولتیه. اول شما باید این دستگاه دولتی رو در هم بگویی، بکشیدش پایین، حداقل تضعیفش بکنید تا بتونید بدیل ها رو بیارید. رفیق روزبه خیلی راحت از این میپره، میرسه به جایی که دموکراسی عمومی رو در جایی میگه که دولت وجود نداره. خب معلومه در جایی که قدرت دولتی طبقاتی وجود نداشته باشه، یعنی در فاز بالای سوسیالیسم، معلومه که دموکراسی به مستقیم ترین شکل خودش میتونه باشه. ولی بس تر اینی که فردای این انقلاب توده‌ای که شما میکنید که دستگاه بورژوازی رو میکشه زمین، اون در مقابلش مقاومت خواهد کرد و شما میبایستی نوعی از دولت داشته باشی تا با تمرکز قوا در دستش، با داشتن مردم، این مقاومت رو در هم بکوبی. این ده بحث قدیمی از قرن 18 تا الان بوده بین مارکسیستا، شخص مارکس با پرودون و بعد با باکونین و لنین و غیره با همه اینها. این دو تا مکتبه. یه مکتب از مسئله در هم شکستن ماشین دولتی و ایجاد یک ندولت دوران گذار میپره، میره به اونجایی که صلح و صفا هست و فکر میکنه با ماچ و بوسه بورژوازی، چون مثلا در یک انقلاب باخته، اونم به خصوص در جایی که جامعه مدنی زیاده. گرامشی چی میگه؟ میگه در شوروی، در روسیه اون موقع دولت مرکزی بود، دولت جامعه مدنی رو بلعیده بود، وقتی دولت رو زدن همه چی فرو پاشید. در اروپای غربی دولت با حصارهایی از جامعه مدنی و اشکال جامعه مدنی محاط شده، شما دولت رو هم بزنید این جامعه مدنی در مقابل شما مقاومت خواهد کرد و بحث خاکریزها و غیر اینها رو میکنه. بس طولانیه، ولی تمام چیز اینه که ما میگیم شما باید فردای انقلاب دستگاهی رو داشته باشی که بتونه مقاومت بورژوازی رو در هم بکوبه. تا امروز تکرار میکنم، تاریخ چیزی جز نظام شورایی به ما نشون نداده. در جنبش ایران تکرار میکنم، برمیگردم، در کردستان هم بنکه ها، شورای شهر سنندج، همه این اشکال وجود داشته. رفیق مجید، تاریخ انقلاب روسیه رو بذار کنار، تاریخ انقلاب بهمن رو با هم دیگه نگاه بکنیم. گرایش به ایجاد انجمن ها، کمیته های محلی، کمیته های کارخونه، شوراهای کارخونه، شوراهای معلمان، و الان میبینیم بازنشستگان، پرستاران، محیط زیستایی که شما میگید، همه اینها، این گرایش به طرز گسترده‌ای در ایران وجود داره. به قول رخوی روزبه، کار ما اینه که کمک کنیم این هرچه بیشتر بشه، هرچه تعداد اینا بیشتر بشه، دخالتشون مستقیم‌تر باشه، به نفع ماست. ولی اون جایی که شما با قدرت متمرکز بورژوازی میخوای مبارزه بکنی، احتیاج به تشکل داری، احتیاج به ترکیب اشکال افقی و عمودی مبارزه داری. چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است. از مانیفست تا امروز ما از این فاز نمیتونیم بپریم. این آنارشیست‌ها هستن که تو کله خودشون از این فاز میپرن، ما نمیتونیم بپریم. برای نابود کردن مقاومت بورژوازی، برای در هم کوبیدن دستگاه بورژوازی، شما نمیتونید شبکه‌های امروز رو یهویی ارتقا بدید به اون. میبایستی نوعی از ندولت رو که تکرار میکنم تا امروز شکلی بهتر از شوراها ما پیدا نکردیم رو، و طبیعتا هر شورایی در هر دوره‌ای مختصات خودش رو داره. مسلمه که در ایران شورایی که شکل میگیره شورای حقوق بگیرانه بیش از این شورای ارتش باشه. ارتش رو باید در هم کوبید، پوشوندش، داغونش کرد. اونجا هم در واقع این شوراهای سربازان بدیل ارتش بودن. اون بدیلی که رفیق روزبه بهش اشاره میکنه در انقلاب اکتبر همینا بودن. شوراهای سربازان بدیل قدرت متمرکز ارتشی بودن، شوراهای کارگران بدیل قدرت سرمایه در کارخونه بودن، و همینجور میشه ادامه داد. در ایران هم همینه. و اتفاقا چون ما در جنبش بهمن این اشکال رو دیدیم، الان هم این گرایش عظیم رو میبینیم در همه جا، اینها گرایش به این نوع تشکل از خودشون نشون میدن، طبیعی که باید این رو تشویق کرد. و به نظر میاد که، باز میگم به نظر میاد که، در بوهبوهه درگیری بین توده کارگران و حقوق بگیران از یک طرف و بورژوازی که الان دست روحانیت در واقع دست بالا رو داره، طبیعی که این درگیری رو از طریق این تشکلات باید جلو برد. ما نمیتونیم فاز تشکل، فاز یک دولت دوران گذار رو درش صرفه‌جویی بکنیم. این اشکالی که ما داریم با رفیقمون روزبه، اشکالی که با رفیقمون مجید داریم، اینه که میمونه در اشکالی که بورژوازی تا به حال به ما ارائه داده، و با ناآماده نبودن مردم، با اینکه کارگرا در ایران فلانند و بسانند، در واقع از زیر این سوال در میری که حکومت کارگری مد نظرش که من براش داره مبارزه میکنه، زندگیش هم گذاشته، به چه صورتی در ایران میخواد ایجاد بکنه؟ با رأی مجلس مؤسسان نخبگان
در شرایطی که فرض کنیم شورای کارگری ایجاد شده باشه، اینه اون سوال. و تکرار میکنم، رجوع من به روزا لوکزامبورگ، رجوع من به تاریخ انقلاب روسیه، نه برای توضیح دادن این انقلابات و غیر اینها بود که بسیار پدیده پیچیده، حاضرم بس بکنم مشخصا سر تاریخ انقلاب روسیه یه روز با رفیقمون مجید یا با رفیقمون تغییر سر این کاملا حاضرم من بس بکنم، ولی بحث من رجوع من فقط برای این بود. تکرار میکنم و تموم میکنم، تمام رهبران انقلابی پرولتاریایی که ما تا امروز میشناسیم، اونجایی که در مقابل بدیل مجلس مؤسسان و کنگره شوراها قرار گرفتن، بدون استثنا رای به کنگره شوراها دادن. پس مرسی. خب این بحث رو میشه باز ادامه داد، ولی باز اگر دوستان در یکی دو دقیقه نکته ناگفته‌ای دارن میخوان جنبندی نهایی ارائه بدن، ما بگوشیم. من پیشنهاد ادامه بحث در یک بحث دیگر رو دارم اگر موافق باشیم. با دو جمله و سه جمله نمیشه این رو جمع کرد. نمیدونم رفاقای دیگه چی فکر میکنم. خب تایید میکنم. دو دقیقه چه میتونیم بگیم؟ دو تا حرف بزنیم. نه رومانه که در این بحث دیگه حالا بعد ما اینا ادامه بدیم، این جنبه های مختلف داره و اینا، ولی به هر حال من این رسم میزگردای ملک میگم در یک دو دقیقه اگه کلام ناگفته‌ای داری و اینا بیان. خب رفیق روزبه. بس من این نبود که در همش کسی ماشین دولتی نباید باشه، این که تأکید دارم منم، اون تا ماشین دولتی اخص فقط باشه و بعد ماشین دولتی جایگزین بذاریم هیولاوارتر که تجربه تاریخی همین صحبت هایی که رفت فرحالی میکنه کپی دقیقا همونه، تمام تفسیر ها هرچی که میگه هیچ فرقی نداره، جوهرش همونه که یک دولت هیولایی بیشتری از دیوان سالاری شوراهای فراگیر، یعنی همه جامعه. من فکر میکنم تا حالا هیچ دولتی حتی تو کامبوجاهای فراگیر اینطوری ایجاد. ببین بحث اینه که بحث شوراها نیست به معنی سر جاش، بحث اینه که پلورالیسم و تشکل بپذیریم، تشکلها رو انواعش رو، دموکراسی رو تحت عنوان آزادی زیر پا نذاریم، زپش نکنیم، ولی خودمونم بازی خودمون رو بکنیم. آره کاملا، ولی در جلد طرف هم نریم که قدرت اونجا پوش کردو بذاریم بعدم تبدیل بشیم به مدافع نظام، تبدیل بشیم به پیشبرنده. این بحث من این از جنبندی گذشته ها در میاد و این که چپ بالاخره نمیتونه با کلیشه ها و گذشته زیست کنه دیگه، باید تمامش بکنیم. الان صحبت های فرانی که رفیق فرانی 80% تاریخ گذشته است، کلیشه هاست. این آیه ها این همون چیزیست که اسلام بذار خود نداره. ما هم بازگشت تو برنامه هم صحبت بازگشت به گذشته. چرا بازگشت به گذشته؟ باید به جلو حرکت کرد. جامعه ما از این حاله بازگشت به گذشته هیچ وقت تحت هیچ عنوان قابل دفاع نیست. حزب به معنی رهاننده مردم معنا نداره. اینو باید بذاریم کنار. سوژه خود جامعه است، خود کارگران هست، خود جنبش ها هستن. این که فکر کنیم اینا خودآگاهی رو به اونها که در خودن میدن، این بحث ها بحث هاییست که خدای خرد یه طرف، خدای بیخرد یه طرف، اینا رو باید بذاریم کنار. اینا اصلا با مردم امروز اصلا کسی گوشاش بده کار نیست به اینا. بله مرسی. خب رفیق داره بگی. من البته من اینجوری متوجه شدم شما واسه که اینجوری باید پس با دولت نوع کمون هم شما مرزبندی داشته باشید دیگه، چون اون وقت در سیستم حالا تحلیتون اون چه جایی داره؟ دولت نوع کمون هم میتونه سوسیالیستی نماشه، چون سوسیالیست فقط قدرت سیاسی نیست. سوسیالیست یعنی یک نظام اقتصادی اجتماعی. اگر کمونی که فقط مثل شهرداری اداره یک شهر باشه، سوسیالیسم از توش در نمیاد. سوسیالیسم اون جایی در میاد که برنامه سوسیالیستی را پیاده کنه. این که نه اینکه با دولت نوع کمون مخالف باشم، ولی دولت نوع کمون را الزاما یک دولت سوسیالیستی نمیدونم. منم یه بخش با صحبت رفیق روزبه موافقم، نمیتونیم زیاد در گذشته در جا بزنیم. رفیق بهروزم این چشمنداز را نداریم و اولا به خاطر مثال آورد که پایه شورایی را بیان کنه، منم ما با هم زیاد بحث کردیم. اون چه که به نظر من مهمه
یک ارزیابی دقیق از جامعه و مشکلات جامعه. و وظیفه ما به عنوان کسانی که تمام زندگی را در این راه گذاشتیم چه میخوایم بگیم؟ این نیست رفیق روز به که بگیم نه جامعه خودش پیش میره، نه پیش نمیره. وظیفه روشنفکری، وظیفه روشنگری، اون حس از اینکه تبدیل شد خودش به خدای روی سر مردم اشکال داره، ولی اون حس تا جایی که طبقه کارگر را سازمان بده به عنوان طبقه برای خود، تا جایی که جامعه را و جنبش را به هم پیوند بده، نمیشه منکر شد. منکر تشکل، منکر سازماندهی، منکر حزبیت من نیستم. من به این اعتبار معتقدم بایستی به اون سنت حزبی پایبند بود. اون جایی که باید زد میزنیم، ولی اون جایی که وظیفه داره نمیشه از وظیفه خارج شد. یعنی بدون حزبیت هر فردی یک فرده و ما باید گریز کنیم از این که فرد باشیم. ما باید تلاش کنیم که جمع باشیم. از این بحث های رفیقانه به نظر من مفیده، هم ما هم هم نزدیک میکنه و هم جریان هایی که مثل هر کدام از ما فکر میکنن. فکر نکنیم که ما هر کدام به تنهایی این عقیده را داریم. کسانی هم که در بیرون هستن عقیده مشابه ما چهار نفر دارن، یکی مثل این، یکی مثل اون، یکی همین. بله مرسی. یه نکته هم بگم، این تجارب تاریخی که میگیم، مثلا هم رفیق روزبه هم رفیق دارابگی مثلا میگن که نباید تو اون تجربه انقلاب اکتبر یا حتی کمون پاریس مثلا متمرکز بشیم. این گذشته است. تا اونجا که میدونم هم بحث مجلس مؤسسان، حتی بحث الغای فوری دولت توسط باکنین قدمتی بیشتر از شوراها و کمون پاریس داره، ولی باز این مانع از این نمیشه که دوستان به این تجارب تاریخی یا به این نظرگاه ها توجه کنن و اون چون درست میدونن اونو کماکان تبلیغ و ترویج بکنن. بشر از چندین هزار سال پیش فهمیده بدون اکسیژن نمیشه آتش روشن کرد، درست؟ این یه اصل بدیهی علمیه، هر چقدر هم قدیمی باشه سر جای خودش هست، ولی مهم اینه که به هر حال نقد بکنیم، دیدگاه های رهجویی بکنیم. خوشبختانه همه شما از بیشترین مشارکت اکثریت لگدمال شده جامعه در سرنوشت خودشون دفاع میکنید. این نکته مثبت هست و نمیخواهیم تجارب استبدادی چه از به نام سوسیالیسم چه به نام سرمایه‌داری رو ما در ایران بازسازی کنیم. درود رفیق فرانی، نکته پایانی شما را هم به عنوان کلام آخر میشنوم. من از نکته آخری که رفیق مجید گفت شروع میکنم. هر دولت نوع کمونی سوسیالیستی نیست، ولی هر دولت سوسیالیستی حتما دولت نوع کمونه. این رو توجهش داشته باشی. دولت نوع کمون هم یعنی دولتی که اکثریت مردم به طور واقعی از طریق مکانیزم هایی که در شرکت میکنه وارد در واقع دستش رو در دستگاه دولتی بذاره، جای دستگاه دولتی رو حرکت خود مردم بگیره. کمون اینجوری بود و این چیزی که ما میگیم این نیست که عین کمون رو میخوایم بیاریم. تکرار میکنم، اون چیزی که در روسیه هم اتفاق افتاد اون نبود، اون چیزی که در آلمان اتفاق افتاد در همون سالی که در روسیه داشت اتفاق میافتاد همون نبود، با هم دیگه فرق میکنن. اما این که اصلا مسئله گذشته است رو، من حرفام توی گذشته است و کلیشه است و غیره است، جواب دادم. حرفای رفیقون روزبه مال ما قبل ماست. بحثای باکون، بحثای پرودون، بحثای سان سیمونیستا است، بحثای فوریه است. این قدمت داره. بدیل‌ها رو در همینجا باید ایجاد بکنیم، جزایر سوسیالیستی ایجاد بکنیم، تشکل لازم نداریم، تعصب لازم نداریم. اینا بحثای آنارشیست هاست اون موقع، ما قبل از مانیفست کمونیست تا بحثای زیادی داشته. اصلا نمیشه بدون توجه به گذشته، بی خود نیست که میگن گذشته چراغ راه آینده است. مگه میشه بدون توجه به انقلاب بهمن و اشکالی که در شکل گرفته ما راجع به انقلاب آتی خودمون حرف بزنیم؟ غیر ممکنه همچین چیزی. مردم دارن راجع به دموکراسی آتنی الان دوباره حرف میزنن، بحثای ارسطو و افلاطون رو دارن میارن ببینن چی میتونن درس بگیرن، چون این هیولاهای بوروکراتیکی که چه به لحاظ بورژوازی دولت بورژوایی، چه به لحاظ دولت‌های دولت حزب‌هایی که در اردوگاه شرق بود، همه رو در واقع له کرده و به سوال واداشته. یک بحث خیلی روشنی هست که از تمام تاریخ تفکر بشری ما باید یاد بگیریم و الان هم داریم میبینیم. اون جایی که مردم واقعا درگیر مبارزه میشن میرن طرف این اشکال.
رموناش آرش توی کردستان روژاوا گفت، زاپاتیستا در مکزیک هستن، هر جایی که شما نگاه بکنید میرن به طرف این چیزایی که هرچی بیشتر سعی میکنن افقی باشه، ولی این اصل وکالت و نمایندگی و ترکیب دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم رو به هیچ وجه از بین نمیبره، که امیدوارم یک دور مفصلی ما بتونیم صحبت بکنیم و به خصوص اینکه فراموش نکنیم مسئله در هم شکستن دستگاه دولتی بورژوازی بدون ارائه یک ندولت جایگزین اون غیر ممکنه، و در غیر این صورت بورژوازی چوب لا چرخ ما خواهد گذاشت و پدر صاحب بچه رو در خواهد آورد و انقلابات و قیام های پیروز رو به شکست خواهد کشاند، مثل مصر، مثل همه جایی که دیدیم توی کشورهای مختلفی که اتفاق افتاده. همین. البته من میگم به جای این وکالت از مجری منتخب ارزمان قابل عزل استفاده بکنیم، فکر کنم واژه بهتری باشه. وکیلم باز کاملا درسته. من میدونم وقتی میگم دولت کمون، وقتی میگیم دولت نوع کمون، یعنی ویروس کمون توشه. حق انتخاب و حذل عزل در هر لحظه. بورژوازی حق انتخاب رو میده، یعنی عزل ازت میگیره. 4 سال میری هر چی دلت میخواد میکنی، بعد میگی تو امرای دادی دیگه. وایسا تا ببین چیکار میکنه. این جنبش جلیق زرد هم شاهد پژواک این صدا بودیم. حق از مسئله طرح مسئله رفراندوم ضمناً شورا، من آخرشو بگم، به هیچ وجه من نمیگم اشکال دیگه باید از بین بره. کی گفته که اتحادیه باید از بین بره؟ کی گفته انجمنای صنفی باید از بین بره؟ به هیچ وجه اینطوری. کی گفته انجمنای محیط نیست، محیط زیست فقط با شکل شورایی داشته باشن؟ مطلقاً اون هسته اصلی که تصمیم گیری های عمومی رو در سیاست های کلان به جلو میبره باید شورایی باشه. البته اینم بگم، این تروتسکی این پیشنهاد آورده بود که سندیکاها دیگه حالا دورد کارگری تشکیل شد منحل بشه، که حتی لنین اون زمان باهاش مخالفت کرد، گفت که نه بس زیاده، بس واقعا زیاد، یعنی قابل توجه تروتسکیست. خب من به هر سه عزیز درود میفرستم، خیلی ممنون که شرکت کردید. ما بررسی میکنیم تو تلویزیون برابری، مجددا لازم باشه جنبه های دیگری از این بدیل های مورد نظر ما یا گفتمان های مورد علاقه ما رو میتونیم هم با حضور شما هم با حضور سایر تحلیلگران چپ به بحث بزنیم. درود بر شما. درود بر شما. خسته نباشید.